خير التام الأمر فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در این شبهای سرد به مهمان کانون گرم خانه های شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که متعلق به خود شماست، چون که از سوال‌های شما، سوال‌ها و فتواها و سوال‌هایی که در مورد امور دینی و شرعی هست می‌گیریم اون سوال‌ها را و خدمت کارشناس برنامه تقدیم می‌کنیم و جواب آن را شما بینندگان عزیز دریافت می‌کنین. در این قسمت نیز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. بفرمایید جناب استاد. بنده خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و عرض عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب علی و همچنین بینندگان عزیز ان شاء الله خواهم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا، طبق روال گذشته و همیشه اگر از سوالهای بینندگان که از اسمس فرستادن شروع بکنیم، بیننده اول پرسیدن که سلام، شغل من رانندگی است، آیا می توانم نمازهایم را قصر و جمع بخوانم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بحث قصر و جمع در سفر، در نمازهایی که انسان در حین سفر میخواند، یک امر متفق علیه است. به صورت اجماعی در میان تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، خصوصا قصر کردن نماز، یعنی 4 رکعت نماز را 2 رکعت خوندن، این مورد اجماع تمام ائمه و مذاهب اهل سنت و الجماعت است. و آنچه معیار هست برای این رخصت و برای این تخفیف الهی، حد سفر هست. کسی که مسافر هست و حکم سفر بر اون اطلاق می شود و اجرا می شود، از نظر شرعی می تواند که از رخصت های سفر، یعنی جمع کردن در میان 2 نماز یا قصر خواندن نمازها یا این که ترک روزه، می تواند از این رخصت های الله متعال استفاده بکند. و تفاوتی در این زمینه نیست که این سفر سفری که باشد اتفاقی باشد که برای اتفاقی پیش آمده، برای یک بار انسان به مسافرت می رود، این سفر سفر تجارتی باشد یا برای تفریح باشد یا برای کاری چیزی باشد. به هر صورت وقتی که خود سفر حاصل شد و انسان از شهر خودش خارج رفت و مسافر شد، در اون صورت این تخفیفات شرعی و احکام شرعی هم به اون تعلق می گیرند. اگرچه همیشه مسافر باشد، یا اینکه یک بار اتفاق افتاده به سفر برود، یا برای تفریح هست یا برای تجارت هست، به صورت کلی وقتی که مسافر شد، این تخفیفات در حقش در واقع ثابت می شوند. ولو این که انسان شغلش و کارش همه مسافر در واقع در حال سفر باشه، مثلا راننده ماشین سنگین باشه یا کارش خودش مثلا به صورت مسافرکشی باشه که همیشه در سفر هست، تفاوتی رو نداره. در هر صورت برای انسانی که در مسافر هست، جائز هست که نماز را هم قصر بخواند و هم جمع بخواند، یعنی نماز ظهر و عصر را یک جا در یک وقت و نماز در واقع مغرب و عشا را یک جا در یک وقت بخواند، جائز است. ولا این که دائم السفر باشد، یعنی همیشه در طول سال در سفر باشد، باز هم اجازه دارد که نماز 4 رکعتی را 2 رکعت بخواند و نماز 5 وقت را در 3 وقت بخواند. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا میشه زکات را در هر ماه از سال پرداخت یا ماه بخصوصی دارد؟
زکات سال زکاتی از زمانی آغاز می شود که انسان یک مالی رو در اختیار می گیرد و در ملکیتش قرار می گیرد. یک سال که بر آن ملکیت شما گذشت، این در واقع یک سال شما کامل شده، قطع نظر که از این که این ماه ماه رمضان باشه یا غیر رمضان باشه. در هر ماهی از سال که یک سال زکاتی شما کامل شد، یعنی از روزی که شما این ملک و دارایی در اختیار شما هست یک سال کامل گذشت، الان زکات بر شما لازم و واجب هست. و در هیچ ماهی لازم نیست که به صورت انحصاری مشخص باشه که شما باید در فلان ماه زکات بدهید. شما می توانید قبل از فرا رسیدن یک سال، یعنی یک سال شدن مالتون، می توانید زکات بدهید، هیچ گونه اشکالی رو ندارد. و اگر بسیاری از علما و عموما مردم این گونه عمل می کنند که در ماه مبارک رمضان زکات می دهند، به خاطر فضیلت بیشتری که در این ماه، در ماه مبارک رمضان، اعمال صالحه دارند، خیرات و صدقات ثواب بیشتری رو دارند، بدین خاطر مسلمانان بیشتر در این ماه زکات رو پرداخت میکنن. اما از جانب شرعی که یک ماهی مشخص باشه برای پرداخت زکات، چون این ماهی مشخص نشده، به محض این که یک سال کامل بر دارایی شما گذشت، شما زکات رو پرداخت بکنید، بری و ذمه هستید و ثواب زکات کاملا به شما خواهد رسید. یه حالت وجود داره که شاید دوستان تو رمضان که چون ثواب بیشتر میبرن، زکاتشون در رمضان پرداخت. اشکال نداره. اگر کسی همیشه عادت بکنه که در ماه رمضان یعنی زکات بده، یا تنظیم بکنه به گونه‌ای که در ماه مبارک رمضان بیفته، یا یک مقداری تأخیر بشه، مثلا یک ماه دو ماه کل ماه این زکات رو پرداخت نمی‌کنه، صبر می‌کنه در رمضان این زکات رو پرداخت بکنه، یا تقدیم بکنه، هنوز سالش کامل نشده اما چون که رمضان اومده جلوتر این زکات رو می‌دهد، این صورت‌ها جایزه. برای مصلحت و برای منفعت فقرا تقدیم و تأخیر در پرداخت زکات اشکالی رو نداره و جایز هست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی سوالشون در مورد طلاق است که گفتن اگر مردی زنش را طلاق دهد و مهریه او را بدهد و دوباره بخواهد با همان زن ازدواج کند، آیا مهریه جدید لازم است؟ بفرمایید. از لحن سوال این بیننده عزیزمون این گونه برمیاد که سوالشون در مورد طلاق باین صغرا هست، طلاقی که بعد از اون می شود که زن و شوهر با هم دیگر دوباره ازدواج بکنن. من این توضیح رو بارها خدمت بینندگان عزیز عرض کردم و دوباره خدمت شما این مسئله رو توضیح خواهم داد که طلاق بر دو گونه هست. یک طلاقی رو ما داریم طلاق رجعی هست و دیگری طلاق باین. طلاق رجعی یک طلاق و دو طلاق رو می گویند. وقتی که شوهر به زنش یک طلاقی رو می دهد، یا این که دو طلاق رو میدهد، در این صورت تا زمانی که این زن در عده هست، شوهر میتواند که دوباره این زن رو باز بگرداند به عقد زناشویی و زندگی مشترک خودشون، در صورتی که یک طلاق داده باشد یا دو طلاق داده باشد. و در صورتی که صبر بکند که سه طلاق بشند، در صورتی که سه طلاق داده باشد، این طلاق طلاق باین کبرا هست، یعنی به هیچ صورت این زن و شوهر نمی توانند دوباره با هم دیگر زندگی بکنند مگر اینکه این زن شوهر دیگری بگیرد و شوهر دومش به اختیار خودشون را طلاق بدهد. بعد از این می تواند با شوهر اول دوباره ازدواج بکند. در این صورت این یک طلاق رجعی هست، یعنی طلاقی که در آن حق رجوع وجود داره برای مرد، میتونه پشیمان بشه، میتونه دوباره زندگی زناشویی خودش رو ادامه بده. و طلاق دیگر طلاق باین هست که در طلاق باین رجعتی وجود ندارد. و همون گونه که عرض کردم، این طلاق باین دو صورت دارد. طلاق باین یعنی طلاقی که زن و شوهر را به صورت کلی از همدیگر جدا می کند، اینها دو نوع هستند، یکی رو میگه طلاق باین کبرا و دیگری طلاق باین صغرا. در طلاق باین کبرا این در صورتی هست که زن را سه طلاق کرده باشه. بله. زنی که سه طلاق شده، این به صورت کلی از همدیگر جدا هستند، نمی توانند با همدیگر دوباره ازدواج بکنند مگر به شرط این که زن دوباره شوهر دیگری بگیرد و باز طلاق بگیرد یا شوهرش بمیرد، دوباره میتونه به شوهر اولی برگرده. این طلاق باین کبرا هست. اما طلاق باین صغرا، طلاق باینی که میگه طلاق صغرا هست، شاید سوال بیننده همین باشه و از لحن سوال این گونه فهمیده میشه. بله. از لحن سوال من اینو فهمیدم که این بسته به طلاق باینی هست که صغرا باشه، یعنی ازدواج مجدد با زن مطلقه جایز هست. چهار صورت هستند به صورت کلی که اینها صورت‌های طلاق باین صغرا هستند. بله. طلاق باینی که طلاق صغرا هست، باین صغرا که زن و شوهر می توانند دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند. اینا چندین صورت هستند. صورت اولی طلاق قبل از دخوله، طلاق قبل از زفاف هست.
قبل از این که زن و شوهر به هم دیگر برسند یا به تعبیر فقها خلوت صحیحه رو داشته باشند، در یک اتاق تنها باشند یا در واقع زفافی صورت بگیره، قبل از این شوهر زنش رو طلاق بده. قبل از این زن اگر شوهرش رو طلاق داد، در این صورت نه عدتی در کار هست و نه رجعتی، نه عدهی داره و این زن و نه این مردم حق رجوع رو داره، حق رجوع نداره. با همین یک طلاق زن در واقع باینه میشه، از همدیگر جدا میشن. پس صورت اول طلاق قبل از ازدواج هست، قبل از زفاف این طلاق باین صغرا قرار میگیرن. و صورت دوم طلاق در مقابل مال، طلاق در مقابل مال که تعبیر فقهیش که میبیند که خل، یعنی این که زن برای این که خودش رو از این زندگی زناشویی که برایش قابل تحمل نیست میخواد خودش رو نجات بدهد، پیشنهاد مال میکند به شوهرش، یا این که مهریه خودش رو میبخشد در مقابل این که طلاق بگیرد، یا اضافه بر این یک مالی رو به شوهر میدهد که راضی بشود و طلاقش بدهد. این صورت دوم هست. و صورت سوم طلاقی هست که قاضی واقع میکند، طلاقی که قاضی میدهد. مانند این که فرض بکنیم دو تا زن و شوهر با هم دیگر سازگار نیستن، یا این که این زن مورد اذیت و آزار قرار گرفته از جانب شوهرش، ضرب و شتمش میکند، یا مثلا این که حق زناشویش رو پرداخت نمی کند، یا این که نفقه نمی دهد. به هر صورت زمانی که این زن برود شکایت بکند به دادگاه و قاضی حکم به طلاق بکند، این طلاق هم طلاق باین قرار می گیرد، طلاقی که بعد از این مرد حق رجوع نداره. در این سه صورت، طلاق قبل از دخول، طلاق قبل از دخول، بله، طلاق در مقابل مال که زن مال میده حتی اینکه طلاق بگیرد که خل میگن، و سومی طلاقی که قاضی اینها آن را واقع بکند. در این سه صورت حق رجعتی نیست، یعنی به هیچ صورت مرد نمیتواند بگه نه من از حق طلاق خودم برگشتم، من پشیمان شدم، دوباره میخوام که زن را در نکاح خودم در بیارم. و یک صورت دیگری هم وجود داره که صورت چهارم هست، اما مطلبی که من قبلا عرض کردم، در صورتی که شوهر زنش را یک طلاق داده باشد، بله، یک طلاق داده باشد، یا این که دو طلاق داده باشد قبل از طلاق سوم و صبر کرده باشد تا زمانی که عدت زن تمام شده، بله، سه ماهش تمام شده یا سه قاعدگی رو زن گذرانده باشد، یک طلاق یا دو طلاق را واقع کرده و رجوع نکرده، دوباره این زن رو به خانه باز نگردانده، تا زمانی که سه ماه گذشته، یعنی زمان عدت این زن گذشته، عدتش کلا تمام شده، این در واقع از همدیگر جدا شده. منتها این جدایی جدایی صغرا هست، مثل سه طلاقه نیست. الان زن یک طلاقه هست منتها عدتش تمام شده، نه، یا دو طلاقه هست و عدتش تمام شده. این صورت های چهارگانه رو میگن طلاق باین صغرا، طلاق باین صغرا. در این صورت ها و شوهر می تواند دوباره با این زن ازدواج بکند، شوهر می تواند دوباره با این زن ازدواج بکند. چهار صورت هستند، برای اهمیت من دوباره تکرار می کنم. صورت اول طلاق قبل از دخول، طلاق قبل از دخول، و صورت دوم طلاقی که خل باشه در مقابل مال باشد، و صورت سوم طلاقی که قاضی واقع می کند، حکم قاضی که صادر شده، و صورت چهارم یک طلاق شدن یا دو طلاق شدن زن با گذشت عده. در این چهار صورت این زن و شوهر دوباره می توانند به همدیگر بازگردند، بدین معنی که با یک نکاح جدید و عقد جدید و مهر جدید، هم عقد جدیدی خونده میشه و هم مهریه جدیدی تعیین میشه، دوباره با هم دیگر ازدواج میکنن. این خوبی که ما همیشه عرض میکنیم خدمت بینندگان عزیز که سعی بکنن این طلاقشون طلاق سنی باشه، یعنی بر اساس سنت رسول الله، بر اساس دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، که سه طلاق رو یک جا صادر نکنن، یک طلاق بدن، صبر بکنن تا زمانی که عدت بگذره. تا زمانی که عدت نگذشته میتونن بدون نکاح و بدون از در واقع هیچ گونه قید و شرطی دوباره به همدیگر بازگردن. دو طلاقه هم میتونن همین کار رو بکنن، اما وقتی که سه طلاق شد هیچ راهی برای اونها باقی نمونده. خب منتها حالا این زن شوهر دوباره با هم دیگر ازدواج کردن، سوال این بیننده این بود که آیا مهریه جدیدی میخواد یا مهریه جدیدی نمیخواد؟ میخواد، هم عقد جدید هست و هم مهریه جدید. در تمامی این چهار صورتی که من عرض کردم، هم مهر جدید لازم هست و هم عقد جدید، با یک نکاح جدید و مهریه جدید دوباره میتونن با هم دیگر زندگی بکنن. اما یک مسئله دیگری در اینجا وجود داره که خیلی مهم هست. بله، فرض بکنیم که در این صورتی که طلاق واقع شده باشه، در صورتی که این طلاق واقع شده باشه، این تفاوت داره که طلاق اول باشه یا طلاق دوم باشه، طلاق اول باشه یا طلاق دوم باشه. اگر زن طلاق گرفته، یک طلاق، فقط یک طلاق گرفته و بعد از این عدتش تمام شده،
بعد از این عدت تمام شده، یعنی حق رجعت برای مرد دیگه به پایان رسیده. الان دوباره این زن حلاله، هم برای این مرد حلاله، میتونه ازدواج بکنه، هم برای مردان دیگر میتونه با اون ازدواج بکنن. منتها اگر این زن دوباره با شوهر قبلیش ازدواج کرد، دو طلاق بیشتر نداره. این مسئله مهمی هست که اینو باید توجه بکنن. زنی که قبلا یک طلاقش ساقط شده و عدهش گذشته و بینونه صغرای حاصل شده، الان دوباره این زن و شوهر میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن، اون طلاق قبلی حساب میشود. طلاق قبلی حساب می شود. اگر دوباره ازدواج کردند با عقد جدید و مهر جدید، این زن دیگه دو طلاق داره. اگر دو طلاقش ساقط شد، کلا از هم دیگر جدا میشن. اگر قبلا دو طلاق داده باشه، الان فقط یک طلاقی باقی میمونه. فقط یک طلاق. فقط در صورتی که اونم مسئله اختلافی است در میان فقها، اگر مردی زنش رو سه طلاقه کرده باشد و بعد از این اون زن رفته باشد و با یک شوهر دیگر ازدواج بکند، در این صورت بی اکثر فقها نظرشون این است که با همون سه طلاق دوباره برمیگردند. وقتی که یه فرض بکنیم یک طلاق داده، در صورت سه طلاق این مسئله قابل در واقع تصویر نیست، یک طلاقی داده بزنش و این زن و شوهر از هم دیگر جدا شدن، عدهش تمام شده، با همین یک طلاق بینونه افتاده، بعد از این زن رفته با شوهر دیگر ازدواج کرده و دوباره طلاق گرفته، الان دوباره میخواد با شوهر قبلیش ازدواج بکنه. رأی اکثر فقها در این صورت این است که اگر دوباره با زن قبلیش خودش ازدواج بکند و در صورتی که همسر قبلیش رفته با یک شوهر دیگر هم ازدواج کرده، ازدواج مجددی رو داشته، اگر باز هم با هم برگردند و ازدواج بکنند، در این صورت سه طلاق داره. اما در صورتی که زن را طلاق بدهد بینونه صغرا و عدتش بگذرد، دوباره بخواد ازدواج بکنه، همون باقی مانده طلاق ها هستند. اگر یک طلاق داده، دو طلاق باقی مانده. اگر دو طلاق داده، یک طلاق دیگر باقی نمانده. بله، جزاکم الله خیر که به صورت مفصل نیز در این قضیه توضیح دادیم. بیننده سنندج سوالشون در مورد این است که با یک فردی دعوا کردم، دستم شکسته، حالا شکایت کردم، باید طرف مقابل به هم دیه بده، آیا این دیه حرام است یا حلال؟ در صورتی که تعدی از فرد دیگری صورت گرفته باشه یا به تعبیر امروزی محکوم باشه و یعنی گناه مال اون فردی باشه که شما ازش شکایت کردید و از نظر قانونی هم محکوم شده، شما از اون در واقع میخواید دیه بگیرید، اگر واقعا اون شخص محکوم بوده و جنایتی رو انجام داده در حق شما، نه اینکه شما حمله کرده باشید، اون حمله کرده و به شما تعدی کرده، در این صورت این مالی که میگیره و دیه‌ای که میگیره برایشون جایز هست و هیچ گونه گناهی رو نداره و کاملا حلال هست. منتها یک مسئله که در این زمینه بسیار اتفاق میافتد و متاسفانه در بسیاری از جاها یعنی مراعات نمیکنن، این است که یک مثلا تصادفی صورت میگیرد و یک مبلغی رو رشوه میدن به خاطر اینکه این قضیه رو به نفع خودشون تمام بکنن، کروکی رو به صورتی میکشند که اون کسی که محکوم بوده و خطا کار بوده برعکس بشود و بدون خاطر و بدین وسیله میرن مثلا دیه میگیرن. این دیه ای که بر اساس کروکی غلط باشه یا بر اساس یعنی غیر واقعیت باشه، چون این دیه هم کاملا حرام هست و گرفتنش جایز نیست، و اگر کسی هم چنین دیه ای رو گرفته، باید این دیه رو دوباره به اون شرکت یا فرد دوباره بازگردانه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از مشهد سوالشان این است که اگر کسی خود را آتش بزند و با این کارش از این دنیا برود، آیا مرتد است؟ در مورد خودکشی من بارها توضیح دادم که این یک گناهی هست و خودکشی جایز نیست به هیچ صورت. الله متعال میفرمون ولا تقتلوا انفسکم، خودتان را نکشید، و در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم آمده و به عنوان یک گناه مطرح شده و این را رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه تهدیداتی را هم دارند و ایده هایی هم صورت گرفته. به طور مثال روایتی هست متفق علیه در میان بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که من قتل نفسه بحدیدت عذب بها فی نار جهنم، هر کسی خودش را با هر ابزاری، با آهنی، با یک ابزار تیز در واقع بکشد یا هر چیز دیگری، در روز قیامت به همان عذاب دچار میشود. یعنی عذابش همون چیزی هست که خودش در دنیا خود را بدان وسیله از بین برده و کشته است.
و منتها این خودکشی در حد یک گناه است، یک گناه است، ولی اینکه گناه گناه خیلی بزرگی است، تهدید و وعید شدیدی در برابرش آمده و وارد شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما این به معنی ارتداد نیست، کسی که خودکشی کرده مرتد حساب نمی شود، باز هم مسلمان هست و اهل توحید هست، فقط یک گناهی را انجام داده. و این گناه با اینکه وعیدهای شدیدی در موردش وارد شده، به طور مثال در همین روایتی که من عرض کردم، در روایت مسلم در آخر این روایت این گونه اومده که خالدن مخلدن فیها ابدا، که خالدن مخلدن در آتش جهنم میماند، منتها بازم با توجه به دلایل زیاد و متعددی که در این زمینه وجود دارد که اهل توحید برای همیشه در جهنم نمیمانند، این در مشیت الله متعال قرار داده. یعنی با وجود اینکه گناهش خیلی سنگین هست، اما بازم این در اختیار الله متعال هست و یک وعیدی هست، الله متعال میتواند که از این صرف نظر بکند. من در یک از جلسات کاملا توضیح دادم مواردی رو که امکان داره که کفاره گناه بشوند، به طور اینکه افراد نیکوکاری در نماز جنازه شرکت بکنند، یا پدر و مادرش یا بازماندگانش برای صدقه جاری رو در واقع طراحی بکنند، بگذارند برایش دعا بکنند، ایصال ثواب بکنند، اینها تمام مواردی هست که امکان داره که الله متعال گناه یک گناهکار را به خاطر این شفاعت ها و این موارد در واقع ببخشد. پس بنابراین کسی که خودکشی کرده گناه بزرگی رو انجام داده، اما این گناهش مانند گناهان دیگر است. با خودکشی کردن انسان کافر نمیشه و از دین خارج نمیشه، از دین خارج نمیشه، کافر مرتد نیست. و کسی که کافر مرتد نباشه برای همیشه در آتش جهنم هم نخواهد، یعنی امید برای رفتن بهشت هست. جزاكم الله خیر. بیننده عزیز، ما چندین وسیله برای ارتباط با شما داریم که تماس تلفنی مستقیم هست و اس ام اس ها هست و ایمیل هست و یک نمونه دیگه هم پیام های صوتی هست که شما میفرستین. و امروز میخواییم بعد از این چند تا سوال هایی که از اسمس بینندگان شما گرفتیم، به بعضی از سوال هایی که از طریق پیام های صوتی برنامه نیز فرستادین بپردازیم. و از اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که اولین پیام صوتی بینندگان رو نیز پخش بکنن و منتظر سوالشون باشیم. بفرمایید. من نمزده شدم، بعد از دنبال زنا بود، خلافکار بود، خیلی من آزار اذیت میکرد. بعد الان من خونه آمدم، من طلاق بگیرم، من اصلا از کلمه طلاق بد نمیه، یعنی من اگه مثلا از طلاق بگیرم، چون من بعض ما نحسر رو میکرم از شوهر هر چی هم که گناه به شهر کنن که بکنه بسیم از رو اطاعت کنه، یعنی من در زدامت این نیست، میتونم این بار گناه رو بکشم. بله، تشکر میکنم. این گناه به چند درمایی که بوده از این چیز گپ زنیم که موالد بفهمیم که این کار درست ما میکنیم یعنی. بفهمم. در مورد طلب کردن نکاح به صورت طلب کردن طلاق از شوهر، در این زمینه روایاتی وجود داره از رسول الله صلی الله علیه و سلم، در سنن ابن ماجه و در سنن دیگر روایت های شبیه به این اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس حرام علیها رائحة الجنة. هر کسی که بدون نیاز و بدون ضرورت و بدون هیچ چیزی از شوهرش طلب طلاق بکنند، این در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند چون این زنی بوی بهشت را دریافت نخواهد کرد. این کراهیت طلاق یا طلب طلاق در صورتی هست که من عرض کردم در این روایت کاملا اومده که من غیر بحثن، اگر بدون دلیل باشه، بدون حجت باشه، بدون ضرورتی باشه این کار رو بکنن، این در واقع یک گناهی هست که در این زمینه تهدید و وعیدی از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده. اما به صورت کلی ازدواج با مردی که اهل خلافکاری هست و اهل فحشا و زنا هست، یا ازدواج کردن با زنی که در واقع مبتلا به چنین گناه و معصیتی هست، این اساسا نباید صورت بگیرد. اگر قبل از ازدواج کسی میداند طرف مقابلی که برای خواستگارش اومده یا خواستگاری میرود دچار چنین گناهی شده، پس بنابراین از چنین ازدواج باید صرف نظر بکنند. الله متعال در سوره نور در این زمینه احکامی را بیان کردن برای مسلمانان، از زانی لا ینکح الا زانیه او مشرکه و زانیه لا ینکح الا زانن. زنان زناکار و مردان زناکار شایسته همدیگر هستند و زنان پاکدامن و مؤمن باید از این موارد پاک، یعنی پرهیز بکنند، هم زنان و هم مردان.
زن پاک باید سراغ مرد پاکی برود، خواستگاران پاکیزه و متقی را قبول بکند. انسانهای پاک دامن، مردهای پاک دامن هم باید سراغ زنهای پاک دامن برند. این به صورت یک مبدع و یک اساس هست. اما در صورتی که فرض بکنیم که ازدواجی صورت گرفته باشه، ازدواجی صورت گرفته، بعد از این متوجه شدند که بله طرف مقابل شریک زندگیش در واقع اهل زنا هست، در این صورت من این نقطه رو توضیح بدم که بنابر یکی از اصول و قواعد فقهیه که در میان اهل سنت و فقها وجود دارد این است که معاصی هیچ گونه تأثیر منفی رو بر عقد نکاح و صحت نکاح ندارند. گناهی که شوهر انجام میدهد یا گناهی که زن انجام میدهد هیچ کدام از اونها باعث نابود شدن و از بین رفتن عقد نکاح نمیشن. هر گناهی که باشه، چه گناهی باشه، حق الله باشه یا حق الناس باشه، من جمله زنا هست. من جمله زنا، چه زن زنا بکند یا مرد زنا بکند، اون نکاح صحیحی که با یک فرد دیگر بستند اون از بین نمیرد. اون نکاح کماکان سر جای خودش کاملا باقی هست و هیچ گونه عیب و ایرادی در اون صورت نمیگیرد. پس بنابراین در صورتی که شوهر یا زن زنایی رو انجام بدهند نکاح قبلیشون کاملا جایز هست. و زن اجازه داره که چنین تقاضایی بکنه؟ این برمیگرده به نظر خود زن و موقعیتی که خود ایشون در واقع دارند و آیا توجه بکنند به این نقطه که آیا این عمل زشتی که شوهرش انجام داده این سرایت نمی کنه به خود این خانم. به طور مثال فرض بکنیم معمولا این گونه هست، مردانی که برای زنان دیگر غیرت ندارند، برای زنان خودشون هم غیرت ندارند، چیز بسا این منجر به این بشود که خود این خانم هم به علیاذ بالله به زنا کشیده نشود. این یک صورت هست. یه صورت دیگر مثلا فرض بکنیم این شوهری که رفته با زنان بیگانه ازدواج دارد، بیماری را دارد که این منتقل میشد به این خانم اولش. در این صورت ها این زن از نظر شرعی حق گرفتن طلاق دارد. بله. این برمیگرده به خودش. منتها در غیر این صورت ها این برمیگرده به مصلحت خود این زن نگاه بکنن. اگر فرزند و اولادی دارن عاقبت این فرزندانشون در نظر بگیرن، یا اینکه فرزند اگر ازدواج صرف نظر بکنن چه بسا مرد بدتری از این سراغش بیاید، یا اینکه در یک معرض خطر بیشتری قرار بگیرن. پس بنابراین این ضرر اندک رو باید در مقابل ضرر بزرگتری که در انتظارش هست تحمل بکنن. پس بنابراین من به صورت خلاصه، اولا نکاحشون کاملا درست است، طلاق واقع نمی شود با گناهی که انجام گرفته، و در این زمینه سوالات زیادی هم از بینندگان عزیز ما داشتیم. به طور مثال یک سوالی که بارها مطرح می شود این است، اگر زن و شوهر با هم دیگر لواط بکنند، عمل لواط ناجایز رو انجام بدند که ناجایز و حرام هست، آیا نکاحشون باطل می شود یا خیر؟ جوابش همین مطلبی هست من عرض کردم، با انجام یک عمل گناه اون عقد صحیح و حلال حرام نمی شود، اون کماکان بر جای خودش باقی است. پس بنابراین طلاقی صورت نمیگیرد، کماکان این زن شوهر هم دیگر هستند و بعد از این مسئولیت خودش رو نگاه بکند. اگر در این زندگی ماندن برایش مفید هست و اگر طلاق بگیرد ضرر بیشتر میبیند، پس بنابراین صبر بکند، تحمل بکند و سعی بکند که شوهرش را نصیحت بکند یا به افراد دیگری که بی خویشاوندان به گونه اون فرد را مرتبط بکنه با افراد نیکوکار، با انسانهای صالح که نصیحتش بکنند تا از اونها در واقع عبرت بگیرد و اصلاح بشود. و در غیر این صورت میتواند که اگر که نمیتواند زندگی بکند یا اینکه زندگیش در خطر هست و خودش در معرض فحشا قرار میگیرد، در معرض بیماری، در این صورت اجازه شرعی دارد که ادعای طلاق بکند یا اینکه طلاق خودش رو بگیرد. بله، سپاسگزارم از شما. سوال بعدی بیننده رو پخش کنید. الو، سلام، خسته نباشید برادران و صالحق. من شما را یاد داشت کردم. من یه زنم، یه پسری عقب مانده 6 ساله دارم. این سوال شرعی دارم، آیا پول این پسر برای من حلال یا حرامه؟ مثلا از بهزیستی بهش میدن یا مردم یا اینا بهش میدن، یا کسی که لباس به من میدهد اونم برای من حلاله یا حرامه؟ لطفا خواهش میکنم تو رو خدا جوابم بده. تنها این پسر رو دارم، خیلی احتیاجه، همین کارها خودشم میکنم، مثلا نان یا داشت همه چیز خودم میکنم. خواهش میکنم حضور بفهمم
اصلا همیشه نمیتوانم چیز این طبقه ها را مرتب ببینم، این پسرم نمیذاره، همیشه بی قراری میکنه، نمیدونم چه وقت جواب این پیام ها را میدهند. خدا حافظ برادران حق خودم. خدا حافظ. خدا حافظ. بله بفرمایید. که سوالشون در مورد کمک به دعا میکنم که الله متعال این خواهر گرامی ما را صبر و استقامت نصیب بکنند. و من عرض میکنم خدمت این خواهر بزرگوارمون و تمام کسانی که به یک صورتی دردمند هستند، خودشون بیمارند یا فرزندانشون بیمارند، عقب افتادند، پدر و مادرشون بیمار هستند و به هر صورت سرپرستی و کفالت یک فرد بیمار را یا ناقص الخلقه و در واقع عقب افتاده را بر عهده دارند، این یک عمل خیری هست که شما انجام می دهید، یک احسان و نیکوکاری هست، نشان از رحمت و شفقتی دارد که الله متعال در قلب تمام مسلمانان قرار داد. مریض هم دارد صبر می کند بر درد و رنجش، بر مصیبتی که بر اون آمده، این هم ثواب دارد نزد الله متعال. و بارها من عرض کردم کسی که بیماری رو تحمل می کند، درد و رنج رو تحمل می کند، این ثواب بسیار زیادی رو دارد. اما ما انسان ها معمولا عادت داریم که صرفا بعد منفی این قضايا رو می بینیم، فقط می بینیم که ما دردمند هستیم، ما رنجور هستیم، دردی به ما رسیده، مال و اولاد ما از بین رفته و گلایه می کنیم از الله متعال. اما در روز قیامت وقتی که الله متعال ثواب این بیماری ها را، ثواب این غم و اندوه را به ما میدهد، در روایت اومده که کسی که در دنیا در تمام طول زندگی خودش، تمام طول زندگی در رنج و عذاب بوده، در روز قیامت اینو میارد و وقتی که وارد رحمت الله متعال میشود و وارد بهشت برین الله متعال می شود و اون همه ثواب و جایگاه بلند و منزلت بالا رو می بیند، بعد از این الله متعال ازش می پرسد که بنده من، میگه تو در دنیا رنج و غمی رو هم دیدی، روزی مریض بودی، گلایه کردی، میگه نه با خدا، من حتی یک دردم ندیدم در دنیا، تمام اون دردهای دنیا رو فراموش می کند. و در مقابل انسان‌هایی که غره هستند، فریب دنیا را خوردند، در دنیا بر دیگران ستم می‌کنند، با ناز و نعمت زندگی می‌کنند به بهای حقوق دیگران که زیر پا گذاشتند، اینو میارن در روز قیامت وقتی که در آتش جهنم می‌افتد، میاد خدایا به خدا قسم من در دنیا روز خوشی رو هم ندیدم. پس بنابراین اون کسانی که صبر میکنند بر بیماری و اون جایگاه بلندی رو الله متعال در قیامت بهشون خواهد داد، و اضافه بر اون این صبری هست که اهل بیمار میکنند، اون کسانی که سرپرست بیمار هستند، این صبر بالاتر هست، صبری که بله برای اینا قطعا هست، صبری که یک فرد بیمار میکند خب اجباری هست، اختیاری نیست، مجبور است صبر بکنه، چاره غیر از این رو ندارد. اما صبر اهل اون مریض، اون کسانی که تیمارداری میکنند، این یک صبر اختیاری هست، صبر بر احسان هست، صبر بر نیکوکاری هست، که این یک ثواب بسیار بزرگی را دارد که الله متعال در مقابل صابران میفرماید که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله متعال اجر صابران را به صورت کامل خواهد داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الرحیمون یرحمهم الرحمن، الله متعال کسانی را که بر دیگران رحم میکنند، الله متعال اونها را رحمت میکند. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما، شما بر دیگران، بر بندگان الله متعال رحم بکنید تا اینکه الله متعال که در آسمان هست بر شما رحم بکند. پس بنابراین این فضیلتی هست برای شما خواهر گرامی و برای تمام کسانی که بیمار هستند یا سرپرست انسانهای بیمار هستند. و در مورد سوالی که این خواهر عزیزمون کردن در مورد اینکه آیا جایز هست که از مال فرزندشون و این پسرشون در واقع استفاده بکنن، روایات صحیح و صریحی رو ما داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، من جمله روایت عبدالله ابن عمر هست در سنن ابو داود که علامه البانی رحمت الله علیه هم اینو تصحیح نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انت و مالک لابیک، تو و مالت مال پدرت هستید، یعنی مال پدر و مادر، اون کسی که حق والدین شما هستند در واقع. و همچنین روایت دیگری هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در سنن بیهقی و مستدرک حاکم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اولادکم هبه الله الیکم
فرزندان شما بخشش الهی هستند بر شما. الله متعال اینها را به شما بخشیده، به کسی که بخواهد دختر میدهد میبخشد، به کسی که بخواهد پسر میدهد یا دختر و پسر با هم میدهد. و در ادامه این روایت میفرماند فهم و اموالهم لکم اذا احتجتم الیها، فرزندانتون و اموالشون مال شما هستند در صورتی که شما نیاز داشته باشید. پس بنابراین شما در صورتی که نیاز دارید هیچ گونه اشکالی رو نداره. به اتفاق مذاهب و تمام علمای اهل سنت والجماعت شما می توانید از مال فرزندتون که عقب افتاده هست از اون استفاده بکنید، چه عقب افتاده باشه چه عقب افتاده نباشد. شما می توانید که با رضایت تمام و بدون هیچ گونه کراهتی و بدون هیچ گونه محذوریتی از مال این فرزند در واقع استفاده بکنید، هم هزینه بکنن برای خود این فرزندشون و هم برای زندگی خودشون به اون چیزی که نیاز دارن میتونن از این مال و از این در واقع لباسهایی که بهشون هدیه داده میشه، چه از طرف بهزیستی باشن یا از طرف افراد باشن، به هر صورت ایشون اختیار کامل دارند و میتونن که از اون استفاده بکنن. خصوصا در این مورد که من عرض کردم ولو این که فرزندشون سالم بود، عقب افتاده نبود، بازم ایشون در واقع این اختیار رو داشتن. و وقتی که عقب مانده هست از نظر شرعی ایشون در واقع وصیش هستند و اون چون که خودش اختیاری رو نداره، نمیتواند در مالش دخل و تصرفی رو انجام بدهد، مادرش یا پدرش یا اون کسی که ولی این فرد معتوه و عقب افتاده هست اختیار کامل دارن در مالشون، میتونند که به اندازه‌ای که خودشون نیاز دارن و از اون در واقع استفاده بکنن. و من دعا میکنم که الله متعال این برادر عزیزمون رو که عقب افتاده هستند، الله متعال ایشون رو صحت و سلامتی عنایت بکنند و مادر ایشون رو الله متعال صبر و پایداری و استقامتی رو عنایت بفرمایند. آمین. سپاسگزارم از شما، جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که سوال صوتی بعدی بیننده را پخش کنند. با سلام، خسته نباشید. میخواستم اون که به کسی که قرآن رد میکنه چیه؟ من رسول هستم از تهران. متشکرم. بله، حکم رد کردن قرآن در مقابل در برابر این حکم رد کردن قرآن، الان این نیاز به تفصیل و توضیح داره که این حکم از قرآن چی باشه و اون طرفی که رد میکند بر چی مبنای این رو رد میکند؟ آیا به خاطر اینکه این قبول ندارد رد میکند، یا براش یک شبهه‌ای به وجود آمده قبول نمی کند، یا اینکه از یک فردی قبول نمی کند؟ چه بسا انسانی حساسیت داره با یک عالمی، با یک روحانی، یک در واقع حساسیت داره، میگه من حرف اینو قبول ندارم. در واقع این حساسیت با قرآن نیست و حساسیت با اون فردی هست که آیه قرآن را برای چنین فردی بیان کرده. اگر در چنین حالتی باشد با چنین حرفی انسان کافر نمی شود. با چنین حرفی که من حرف فلانی رو قبول ندارم یا این حکم برای من واضح نیست، در واقع بنابر شبهه اینو رد می کند، چنین انسانی کافر نمی شود. اما کسی که قطعا می داند که این قرآن هست، آیه قرآن هست و حق و حقیقت هست، اما آن را قبول نمی کند و ردش می کند، یا اینکه معتقد باشد که این قرآن تحریف شده هست، این قرآن کلام الله متعال نیست، این آیه رو من قبول ندارم، یا اینکه من این آیه رو در قرآن اضافه شده، اعتقاد به تحریف داشته باشد، یا بگوید که این آیه رو من قبول ندارم، و در صورتی که میداند که این آیه در قرآن هست، یعنی رد کردن صریح آیات قرآن بدون هیچ گونه شبهه و هیچ گونه تأویلی، در این زمینه علمای اهل سنت والجماعت کسانی که ناقل اجماع هستند در این صورت اجماع را نقل کردند که هر کسی قرآن را انکار بکند، به صورت کلی تمام قرآن را انکار بکند، یا یک سوره را یا یک آیه را، حتی یک کلمه یا حرفی را که در قرآن کریم فعلا ثابت هست و به تواتر به ما رسیده، هر کسی که این را انکار بکند اون کافر هست. این اجماع رو هم ابن قدامه رحمت الله علیه و هم قاضی عیاض هم اینو کاملا اینو نقل کردن و این اعتقاد اهل سنت والجماعت است. اگر کسی به خاطر لجاجت و در واقع سرکشی آیات قرآن را رد بکند و نپذیرد یا آن را تحریف شده بداند، قطعا از دیدگاه اهل سنت والجماعت چنین انسانی کافر و مرتد شده میشه. تشکر میکنم از شما. از اتاق فرمان خواهش می‌کنم که پیام صوتی بعدی بیننده را پخش کنند. الو، سلام علیکم. خسته نباشید. کارکنان وصال حق تشکر میکنم که به خاطر این همه خوبی به مردم کمک میکنن. من این سوال داشتم، ببخشید. من سنی مذهبم، از کشور ایران زنگ میزنم، شهرستان پیرانشهر. با یه شیعه مذهب ازدواج کردم. هیچ مشکلی هم نداریم از لحاظ
مذهبی، اعتقادات و مذهبی. من کلا نماز خودم رو میخونم ولی اون اصلا نماز نمیخونه. میخواستم ببینم آیا مشکلی در بین ما هست، یعنی از لحاظ مذهبی اینا. تشکر میکنم ازتون، خسته نباشید. سلامت. منم تشکر میکنم از این بیننده عزیز که پیام فرستادن و جناب مولانا بفرمایید. در مورد ازدواج شیعه با اهل سنت من بارها توضیح دادم که از دیدگاه ما این اشکالی رو نداره. اگر ازدواجی صورت گرفته صحیح هست، تفاوتی رو نداره که این عقد توسط یک عالم شیعه خونده باشه یا یک عالم سنی خونده باشه. در هر صورت این ازدواج ازدواج صحیحی هست، در صورتی که شرایطش صحیح باشند، یعنی این که با حضور ولی یا با اجازه ولی و با حضور شاهدان باشه، این ازدواج ازدواج صحیح هست و هیچ گونه اشکالی رو نداره. و ایشون فرمودند که من در زندگی خودم مشکلی رو ندارم. ما هم دعا میکنیم که انشاءالله سعادتمند هستند، سعادتشون خوشبختیشون بیشتر بشود، اهل نماز هستند، پایبندی بیشتری رو داشته باشند، منتها سعی بکنند که همسر خودشون را قانع بکنند و توصیه بکنند و امر به معروف بکنند که ایشون هم نماز بخونند. حداقلش اگر که بر مبنای مذهب اهل سنت و جماعت نماز نمیخونند، همون مذهبی رو که خودشون دارند، از همون مرجع تقلیدی که خودشون تقلید میکنند، بر اساس اون مذهب خودشون حداقل اهل نماز و پایبندی به دین باشند. و ازدواجشون همون گونه که عرض کردم از دیدگاه شرعی هیچ گونه اشکالی رو ندارد و کاملا صحیح است. سپاسگزارم از شما و اتاق فرمان ازش خواهش میکنم که پیام بعدی بیننده را پخش کنم. سلام، خسته نباشید. من زهرا هستم، از ایران زنگ میزنم. میخواستم بگم که یه مریضی دارم، پیش دکتری مرد میرم، بعد همین دیگه. بعد در مورد شوهرم سواد نداره ولی نماز میخونه، همیشه نمازشو میخونه. تو خونه هستش، تنها هستش، ما بیرونیم، شبکه شما رو نگاه میکنه، گریه میکنه. بیشتری موقع اومدم خونه میبینم که این داره گریه میکنه. بعد یه سوال دیگه، من یه دونه گردن دارم قرآنیه، میخواستم بگم که بیرون میرم تو گردنم بذارم اشکالی نداره؟ ممنونم از برنامه خوبتون، تشکر میکنم، خداحافظ. تشکر میکنم بیننده عزیز و جناب مولانا بفرمایید. در مورد سوال اولیشون که فرمودند که پیش دکتر و پزشک مرد میروند و مراجعه میکنند، از نظر اصلی و اساسی در جایی که پزشک زن وجود داره اساسا باید برند در پیش پزشکانی که زن هستند و مراجعه بکنند به چنین موارد. و در صورتی که امکان نداشته باشه یا پزشک زنی وجود نداشته باشه یا این تخصص را نداشته باشه، اشکالی نداره. مرد میتونه پیش پزشک زن بره و زن هم میتونه برای معالجه پیش پزشک مرد در واقع برود و مراجعه بکند. بنابر قاعده فقهی که در این زمینه وجود دارد، از ضرورات و تبیح محظورات، ضرورت ها، محظوریت ها رو و ممنوعیت ها رو در واقع تحت شعاع قرار میدن و در هنگام ضرورت جایز هست که انسان یک کاری رو که در حالات عادی ممنوع هست اون کار رو در واقع انجام بده. و سوال دیگرشون که درباره شوهرشون گفته بودند که در هنگامی که تنها هستند و شبکه وصال رو مشاهده میکنند گریه میکنند، این نشان از دل رحمی و رحمتی دارند که در قلب این انسان هست و این یک نوع مزیت هست. و کم هستند انسانهایی که بتوانند گریه بکنند در خلوت و در تنهایی و در پیشگاه الله متعال و اشکشون به خاطر خشیت الله متعال در واقع جاری بشه. و بدین خاطر هست که چنین چیزی واقعا فضیلت هست، واقعا ارزش داره. اشکی که به خاطر ترس و خشیت الله متعال از چشم انسانی فرو می‌ریزد، این واقعا در نزد الله متعال قیمت و ارزش داره. روایت صحیح هست و متفق علیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که سبعه یظلهم الله فی ظله، که 7 نفر رو الله متعال در روز قیامت زیر سایه عرش خودشون جا می‌دهد. و یکی از این 7 نفری که در این روایت اومدن، رجل ذکر الله خالیا ففاضت عینه، مردی که در خلوت الله متعال را یاد می‌کند و اشک چشمش جاری می‌شود.
این در روز قیامت الله متعال چون این انسانی رو در واقع زیر سایه عرش خودش جا میدهد. روایت دیگری هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که میگوید هر کسی که چشمش به خاطر ترس و خشیت الله متعال اشک از اون جاری بشود و این اشک قطره اشکش بر روی زمین بیفتد، الله متعال چنین انسانی رو در روز قیامت در واقع عذاب نخواهد کرد. این روایت در مستدرک حاکم هست و علامه ذهبی رحمت الله علیه هم این روایت رو صحیح قرار دادند. یا در روایت دیگری که در سنن ترمذی هست و علامه البانی اون صحیح قرار داده، ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که لا یلج النار من بکا من خشیت الله، کسی که از ترس الله متعال گریه بکند اون وارد بهشت نمی شود، حتی وارد آتش نمی شود، حتی یعود اللبن فی الذرة، تا زمانی که شیر دوباره به پستان بازگردد. یعنی الله متعال چنین انسانهایی را مغفرت می کند و این نشان از خوبی و در واقع قلب رؤوف و مهربان چنین انسانهایی را دارد. و من این که فرمودند که سواد ندارد، برای رسیدن به الله متعال، برای تقرب به الله متعال، برای پاکی و وارستگی، برای کسب حسنات و نیکی ها سواد لازم نیست. حتی انسانهای باسواد چه بسا که از انسانهای بیسواد، چه بسا در این زمینه از انسانهای باسواد بالاتر باشند. من یک جمله رو از یکی از علما و متکلمین بیادم اومد که رازی که در باب علم کلام بودن، در باب صفات الله متعال و مسائلی که در باب علم کلام مطرح هست، یک مسائل فلسفی هست، مسائل منطقی هست، بسیار گیج کننده هست و که انسان به عمق و واقعیتش نمیتونه برسه، هرچند عمرش رو در این زمینه صرف بکنه. انسانی که بر اساس کتاب و سنت عمل بکند به واقعیت میرسه، به آرامش قلبی میرسه، به اعتقاد کامل و یقین میرسه. اما انسانی که صرفاً از روی عقل و عقل گرایی باشه، عقل فلسفه و منطق معیار باشه، به واقعیت نمیرسه و قلبش هیچ وقت آرام نمیگیره. این رازی در آخر عمرشون میگفت کاش که من بر عقیده پیرزالهای نیشابور میمردم. عالمی هست، متکلم هست، کتابها نوشته و مناظرات خیلی زیادی رو کرده، توجیهات زیادی رو درباره اسماء و صفات الله متعال داره، اما در آخر اون میگه کاش که من بر عقیده پیرزاله های نیشابور میمردم، چون اونها با همون سادگی که دارن، با همون اخلاصی که دارن، با همون در واقع خوبی که دارن، الله متعال بدون هیچ گونه شبهه‌ای در واقع عبادت میکنن. پس بنابراین امیدوار هستم که الله متعال این برادر عزیزمون رو مغفرت بکنند و این اشک هایشون رو به درگاه خودشون قبول بکنن. و سوال سومشون گردنبند قرآنی، گردنبندی که بر اون نام الله متعال نقش بسته و در گردن می‌بندند، در این زمینه باید احتیاط بکنند. این رو در برای قضای حاجت وقتی می‌روند در دستشویی سعی بکنند اینو بیرون بیارن، اما پوشیدن این در مجالس یا وقتی که بیرون از خانه می‌روند هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیتی رو نداره و کاملا جایز هست. سپاسگزارم از شما. و همچنین که اگر که این در هنگام نماز هم باشه، چه بسا خواهرانی سوال این کردند که در هنگام نماز می شود طلا رو استفاده کرد یا در آرایش خودشون باشند و این طلا رو بر دست و گردنشون باشه، این هم هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیتی نداره. خواندن نماز با طلا و زیورات آلات کاملا درسته و هیچ اشکال شرعی نداره. سپاسگزارم از شما. با تو فرمان لطف کنن و پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنن. الو، سلام علیکم. امینی هستم از کشور ایران، تماس میگیرم راجع به یک مسائل شرعی، میخواستم از شما معلومات بخوام که در باره زکات است. من فعلا در ایران در یک خانه گروی زندگی میکنم، زمینی دارم در هرات، در مدت چند سال اونجا بدون انتفاع در حدود 7 لک یا 8 لک افغانی قیمت شد خانه دارم. در کابل همچنان حدود 7 لک 8 لک قیمت شد. در باره زکات از یا میخواست معلومات برای کمی توضیح بده. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. تشکر میکنم، بفرمایید. در مورد زکات اموال غیر منقول، یعنی زمین باشه یا منزلی باشه، این از دیدگاه شرعی وقتی که ما نگاه میکنیم این چندین حالت رو داره و 4 صورت در اینجا مترتب هست و فقط از میان این 4 صورت در یک صورتی زکات داره. از 4 صورتشون فقط یک صورت زکات داره، صورت های دیگر زکات ندارن. اگر این زمین یا منزل
زمین یا منزل. این زمین رو مثلا نگه داشتن برای اینکه در آینده منزلی رو بسازن. زمینی رو داره، به ارث رسیده یا خودش این زمین رو خریده باشه، منتها با این نیت این رو خریده که در آینده در اینجا برای خودش یک مسکنی رو بنا بکنه، خونه ای رو بسازه. در این صورت چون این زمین اگر ده سال هم بماند، هر چند هم قیمتش زیاد باشد، هیچ گونه زکاتی رو ندارد. زمینی که برای ساختن خانه در نظر گرفتند، هر چند قیمتش زیاد باشه، زکاتی در واقع ندارد. و در صورت دوم، زمین یا منزلی که برای تجارت هست، یک فردی شغلش این است که زمین میخرد و میفروشد یا منزل خرید و فروش میکند، بنگاه املاکی هست که میخرد و میفروشد، در این صورت زکات دارد. در صورت زمینی یا ملک و مسکنی که به خاطر تجارت هست و به قصد تجارت خریدند و در معرض فروش گذاشته، چون این مالی زکات دارند، یک سالش که گذشت باید این قیمت گذاری بکنند به قیمت روز و هرچی بود 2.5% رو به عنوان زکات باید بدهند. سومی زمین کشاورزی هست. زمینی که برای کشاورزی هست یا زمینی که برای اجاره هست، یا خودش کشاورزی میکند یا زمینی رو به اجاره داده، یا منزلی دارد، یک واحد یا چندین واحد دارد و این رو به کرایه داره. در این دو صورت دیگر هم زکاتی بر اون زمین و بر منزل وجود نداره. اصل زمین و اون ملک و این منزل زکاتی رو ندارند. درآمدشون و اون اجاره‌ای که میگیرند و محصولاتی که در واقع از این زمین کشاورزی به دست میآورند، اگر به حد زکات برسد و حد نصاب برسد، اون زکات دارد. اما خود زمین و خود منزلی که برای استفاده شخصی هست یا برای اجاره دادن هست یا برای زراعت هست، در این صورت زکات نداره. پس بنابراین چهار صورت هستن. این زمین رو برای خودش نگه داره، خانه می سازد، زکات نداره. اگر بستگی به نیتش هست، اگر برای خودش نگه می دارد به عنوان اینکه منزلی استفاده بکند، در آینده منزل بسازد، زکات ندارد. اگر این زمین زراعی هست، خود مزرعه خودش هست، هر چند هکتار هم که باشه، زکات ندارد. محصولاتش زکات دارند، اونم با شرایط خاص. اگر این منزل رو به اجاره داده یا زمین رو به اجاره داده، باز هم زکات نداره. درآمدش زکات دارد اگر به حد نصاب برسد. و تنها در صورتی که این ملک، زمین یا اون خانه را برای فروش هست، برای معامله و تجارت هست، در این صورت زکات داره. سر سال باید اینو قیمت گذاری بکنند، قیمت روزش رو باید محاسبه بکنند و 2.5% زکات باید. بله. تشکر میکنم از شما. اتاق فرمان لطف کنند سوال بعدی بیننده رو پخش کنند. الو سلام، خسته نباشید. من از کشور عراق زنگ میزنم، یه زنی هستم آرایشگر، یعنی این همه دختر و عروس آرایش میکنم. آیا میخواستم از استاد گرامی بپرسم آیا برای من گناه آخرتی داده یا نه؟ یعنی این پولشو در میارم صرف خونه و زندگی میکنم یا برای بچه هم چیزی میخرم؟ فقط میخواستم ببینم این همه درآمد من حلال یا حرام. خیلی ممنون از اینکه به چیزیم به سوال من جواب میدی. خیلی ممنون ازتون، زنده باشید انشاءالله. ممنون. مال تشکر میکنم از این بیننده عزیز و استاد بفرمایید. در مورد شغل آرایشگری و خود اصل آرایش، از دیدگاه اسلام ممنوع نیست و حرام نیست و چه بسا ترغیب داده شده برای زنانی که شوهر دارند. و جالب هست و این آرایش هم برای مرد هست و هم برای زن هست. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که همان گونه که همسرم برای من تزیین میکند، میگوید که من هم برای همسر خودم در واقع خود را آرایش میکنم و تزیین میکنم. از نظر شرعی آرایش کردن برای همسر هیچ گونه اشکالی ندارد، بلکه جزء مستحبات هست و حکم شرعی در این زمینه وجود داره. و ایشون میگویند که عروس آرایش میکنند یا زنان شوهردار آرایش میکنند، این هیچ گونه گناه و معصیتی رو در واقع نداره و درآمدی رو هم که در این زمینه دارند کاملا مباح و حلال هست برای ایشون. منتها باید در این زمینه از مواردی که نهی شده باید پرهیز بکنند. مواردی که از نظر شرعی نهی شده، مانند نمس را، مانند کندن ابرو را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه نامسه و متنمسه را در واقع نفرین کردند. یعنی اون زنی که موی ابرو را میگیرد یا اون کسی که خودش، یعنی اون زنی که موی ابرویش گرفته میشود، هر دوتا مورد لعن و نفرین قرار شدند. از این مورد که ممنوع هست و حرام است پرهیز بکنند، بقیه موارد کاملا جایز هست و پولی را هم که در مقابل چنین آرایش در واقع دریافت میکنن هم حلال هست و هیچ گونه حرمت شرعی رو ندارد. بله. تشکر میکنم از شما. اتاق فرمان لطفا شما تماس بینندگان رو نیز زیر نویس بکنین و
تماس صوتی بیننده رو نیز پخش کنیم. آقا با سلام و درود، خسته نباشید. امیرم از ایران. نسبت به کسی که در بدترین شرایط و در بدترین مورد در حال مستی بخواد طلاق زن واقع میشه یا نه؟ ممنونم از راهنمایی و جواب شما. خدا تشکر میکنم. بفهم طلاق در حالت مستی که این بیننده من اشاره کردن، من قبل از این باید اشاره بکنم به حکم شراب که به صورت کلی تمام مسلمانان میدونن در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم این شراب حرام شده و ام الخبائث این در واقع معرفی شده و وعیده های شدیدی از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. به طور مثال در صحیح مسلم روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید فإن حقا علی الله لمن شرب المسکر ان یسقیه من طینة الخبال، کسی که مسکرات را مصرف بکند و شراب بنوشد و که نشه آور و مست کننده هست، این حق هست بر الله متعال. یعنی گویا که الله متعال این بر خودش واجب قرار داده که چنین شخصی رو از طینة الخبال بنوشاند. سوال کردند یا رسول الله و ما طینة الخبال، طینة الخبال چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند عرق یا عصاره اهل جهنم هست، مجازاتی است که در روز قیامت الله متعال برای شرابخواران و میگساران در نظر گرفته. و همچنین در روایات متعددی اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شارب خمر را، اون کسی که شراب میخورد، اون کسی که خرید و فروش شراب میکند، اون کسی که شراب میگیرد میسازد، به هر صورت تمام اینها رو رسول الله صلی الله علیه السلام لعن و نفرین کردند. پس بنابراین انسان مسلمان از چنین مواردی باید پرهیز بکنه. اما در مورد حکم شرعی کسی که در هنگام مستی یا در هنگام نشه زن خودش را طلاق بدهد، جمهور فقها در این زمینه نظرش این است که طلاق واقع شده. عموم فقها نظرشون در این زمینه این است که طلاق واقع می شود و اینم در واقع توجیهشون این است چون که این فرد خودسرانه و با اختیار خودش رفته و به این حالت سکر و مستی رسیده، پس بنابراین اینو ما باید مجازات بکنیم، علی رغم انفش اینو باید طلاقش واقع بشود چون که این نشگی و این مستی اختیاری بوده و خودش این مواد را یا این شراب را در واقع مصرف کرده. این یک روایتی هست در مذهب امام احمد، از اقوال امام احمد و از اقوال امام شافعی رحمت الله علیه هم این مورد در واقع نقل شده و همچنین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و تعدادی از فقها نظرشون این است که به خاطر مجازات چنین افراد شرابخوار، به خاطر تنبیهشون یا به خاطر سد ذریعه باشه که کسی جرأت نکند که چنین کاری رو انجام بده، چون که خودش عمدن رفته خودش رو به حالت سکر و نشگی در آورده، پس بنابراین طلاقش باید واقع بشه. اما در این زمینه انسان باید واقع بین باشه، خود این واقعیت رو باید نگاه بکند، اون موقعیتی رو که مرد در اون قرار گرفته و در واقع این طلاق رو انجام داده. در این زمینه که کسی شراب خورده کار گناهی رو انجام داده هیچ گونه بحثی نیست که بله این کارشون کار گناهی بوده و نباید اینو انجام میدادن، و کسی که شراب خورده اون چوبش رو هم باید بخوره، همون حد شرعی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش تعیین کردن 40 ضربه یا 80 ضربه شلاق، یا این که مجازات و وعیده هایی که در روز قیامت عایدش خواهد شد. پس بنابراین یک گناهی رو انجام داده و مجازاتش رو هم خواهد دید، چه در دنیا اگر حکومت اسلامی باشه نزد قاضی برمند، یا در آخرت مجازات اون گناه خودش رو خواهد دید. اما این که در هنگامی که بر اثر یک گناه به یک مرحله رسیده که یعنی برایش غیر قادر نبوده برای تصمیم گیری یا اختیار خودش رو از دست داده و طلاقی رو در اون زمینه واقع کرده، این حکم جداگانه است. این دو تا قضیه رو باید از هم دیگر کاملا جدا بکنن. در این زمینه یک گروهی از علمای اهل سنت و جماعت مانند علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه و علامه ابن قیم رحمت الله علیه نظرش این است که در این مورد طلاق واقع نمی شود، منتها این باید یعنی دقیق مشخص بشود این کسی که در حالت سکر و مستی طلاق داده آیا واقعا عملا هم در حالت سکر و مستی بوده یا خیر.
مثلا یک روز قبل شراب خورده بوده، الان مثلا زنش رو طلاق میده، خب قطعا یعنی بهانه ای هست برای این. اگر واقعا در حین سکر و مستی طلاق داده باشد، از دیدگاه علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه و تعدادی از فقها، طلاق واقع نمیشه. حتی فتوای تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در این زمینه همین است که در حالت سکر و مستی طلاق واقع نمیشود. حتی قول حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رو امام بخاری در صحیح خودش به صورت معلق آورده که لیس لسکران ولا لمجنون طلاق، لیس لسکران ولا لمجنون طلاق. کسی که سکران هست یعنی مست و نشه هست، یا کسی که دیوانه هست، طلاقی رو ندارن. این در صحیح بخاری به صورت معلق آمده، یعنی بدون سند آمده، منتها در مصنف ابن ابی شیبه به صورت متصل و با سند این هم در واقع ذکر شده. و دلیل دیگری که در این زمینه واقعا قابل تأمل هست، اتفاقی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم افتاد. ماعز اومد، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتراف به گناه کرد، اعتراف کرد که زنایی رو در واقع انجام داده و خواستار این شده بود که حد بر اون جاری بشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که در روایت امام مسلم رحمت الله علیه اومده، امر ان یستنکح ماعزن، به یکی از اصحابش دستور داد که برو دهان ماعز رو بو بکن. اومد اقرار به زنا کرد، اعتراف به زنا کرد و مدعی شد، خواستار این شد که رجم صورت بگیرد و بر اون حد الهی صورت بگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش گفت که خوابی، بیداری، یا آیا زنا کردی، یا اینکه دست زدی؟ و در آخر هم که اعتراف به زنا کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به یکی از اصحاب گرامیشون فرمودند که بلند بشود و دهان مایز را بو بکند که آیا این واقعا شرابی رو مصرف کرده یا مصرف نکرده. و علت این نقطه که میخوام ازش استدلال بکنم این است که در این حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم به این صحابی دستور داده بود که برود دهان مایز را بو بکند. به خاطر چی بود؟ به خاطر این اگر واقعا دهانش بوی شراب را داشت و در حالت مستی بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم این حد را دفع میکرد. چون که انسانی هست در حالت نشه اومده یک حرفی رو زده، پس بنابراین حرفش اعتبار ندارد. بدین خاطر گفت که دهانش رو بو بکنید. پس بنابراین اگر کسی نشه بکند، بنابراین دلایلی که من عرض کردم، هم قول حضرت عثمان، حضرت عبدالله ابن عباس و هم این روایت صحیح مسلم که قطعا صحیح است و روایت دیگری در سنن ابو داوود هم وجود داره که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، در اغلاق، این در حالتی که انسان توانایی و قدرت تصمیم گیری ندارد، طلاق هم معتبر نیست. و این حالت سکر و و نشه بودن به نظر من در این مورد هست و از دیدگاه بنده این قول دوم راجع هست و برتر هست و دلایلش در واقع قوی تر هستند. پس بنابراین اگر کسی واقعا ثابت بشود که در حالت نشه و مستی زنش را طلاق داده باشه، چون این طلاقی واقع نیست. سپاسگزارم از شما و تماس های بینندگان را میگیریم. فقط بنده از بینندگانی که قصد دارن، از الان قصد دارن تماس بگیرن، ازشون خواهش میکنم وقتی میخوان تماس بگیرن صدای گیرنده رو ببندن یا برن جایی که تلویزیون صداش نیست و بعد تماس بگیرن که صدا رو هم نیفته و تماس، چون که صدای ما از طریق تلویزیون دیر میاد. اولین بیننده رو میگیریم و لطفاً صدای گیرنده رو کم کنید و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. آره، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ، اگر سوال شرعی دارین بفرمایید. ما نماز که خفتن آدم خواب میره، میخونه ساعت 3 بلند میشه، 4 بلند میشه، تا چه وقت چی هست که بخونه؟ بله، انشاءالله پاسخ رو دریافت میکنیم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. لطف کنین صدای گیرنده رو کم کنین و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. الو. سلام علیکم، بفرمایین.
الو بفرمایید. سلام استاد. برنامه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. بفرمایید، منتظر سوال شما هستیم. یکی این که پوشیدن دفعه مردان که محرم باشه یا نامحرم جایزه؟ دوم این که شخصی روزه است. ببخشید میشه سوالتون رو دوباره تکرار کنین؟ سوال اولو. یکی این که پوشیدن دفعه مردان، دستان مردان، دمپایی، کف یا دمپایی مردان، بله، جایزه. دومی جوازی شخصی روزه است قطعه تو چشمش کنه، بله، روزه باطل میشه، بله. سوال دیگه این داریم؟ بعد دهنش طعم تاخی میده، بله. سوال شما این که در یک روزایی قیده که همین بوز زایده بچه بوز کوچیک بوز کوچک میگن یه بوز نوشته علا و یه بوز بچه سوالتون واضح نیست. یه نوشته محمد، بله، یعنی تصویری که پخش شده میگن دواست برای هر دردی. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. خسته نباشیم، به خدمت دستم در کاران شبکه وصل حق سلام از دارم. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما، بفرمایین. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. دانش هستم از هرات، زنگ میزنم قربان شما. شما دانش از هرات شود که در سال 71-72 به ایران به معبد بودم جناب. بله، بعد برو همین درس خو از روی جاهلیت به حساب همین خالکوبی کردم. بله، انا همین مارسون به همین از جرا بالای سر با پرسم به شدت پشیمونم، به چاره هم ندارم. انا همین مارم سوال کنم از جناب علیه سر که همین نمازه که من میخونم از راز شرعی صحت داره یا نه؟ قربان شما شد. سلامت باشه، انشالله پاسخ دریافت میکنین. ممنون، متشکر از لطف شما. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو سلام، وصال حق. وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ، اگر سوال شرعی دارین در خدمت شما هستیم. بله، من اسم جواد هستش، در ایران به دنیا آمدم ولی الان در آلمان زندگی میکنم. بله، من خواستم که این مثلا زن مرد من زیاد میبینم، خب هر جور آدم من میبینم در روز، ولی من از بلاش خیلی بلاش اصلا هیچ نمیفهمم، نه نماز میفهمم، نه از سوره قرآن چیزی خونم، هیچی نخونم، فقط روزگار غرق بودم. بله، من خواستم بفهمم جواب بدید که یعنی این چجوری باید من بکنم، دستتون درد نکنم. ببخشید سوالتون چی بود؟ چگونه باید؟ من مثلا من بیرون برم مثلا خیلی ارجو من زن دختر میبینم، آیا اینو حلال حرام من میبینم؟ تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم، دستون در نکنه، خدا سلامت باشه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. دو بخشی مزاحم شدم. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، با برنامه. در خدمت شما هستیم، اگه سوال شعری داریم بفرمایین. دو بخشی، من یک قسم خوردم، یک قرآن خوردم، با خواهرم حرف بزنم، آیا حرف بزنم گناهبارم یا گناهبار نیستم؟ بله، قسم خوردم با خواهر خودم حرف نمیزنم، حرف. بله بله، سوالتون واضحه، سوال دیگه هم دارین؟ نه، دست در نکنه، جوابم پیرم بده.
انشاءالله بعد میان برنامه پاسخ دریافت میکنین. دست در نکنین، خدا حافظ. سلامت باش. تشکر میکنیم، بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. زارن تماس قطع شد. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. خوب هستی شما؟ سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، بفرمایین. من از ایران تماس میگیرم، اسمم قربانه. بله؟ یه سوال داشتم، ببخشید. در خدمت شما هستیم. بعد من کسی که از مثلا از گناه توبه کنه، دیگه مثلا گناه کنه چی میشه؟ یه سوالم اولم اینه. بعد یه سوال دیگه هم دارم. بله. بعد من واسواس شدم، اصلا به قلبم بیقراره، شک دارم به همه چی. خودم شک دارم، به همه چی شک دارم، واسواس دارم. یعنی شکتون از چه لحاظ، از نظر دینی یا کلا در همه امورها؟ تشکر میکنیم، دارم تماسشون قطع شد. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. من دو تا سوال داشتم از شما. در خدمت شما هستیم. سوال اولی بود که یک گدایی اگر بده به نام خدا تو کمک نکنه بهش، گناهکار میشی یا نمیشی؟ بله. سوال دومی همی بود که ناخون رو خود میخوای بگیری، ناخون دست یا پا؟ بله. یه روز پنجشنبه باشه یا جمعه، آیا غیر پنجشنبه جمعه میشه ناخن رو بگیری، یا شب باشه یا روز، یا نه باید به اون پنجشنبه یا جمعه باید باشه؟ بله، تشکر میکنم از شما، سرتون واضحه انشالله. خیلی ممنون، سلامت باشین. خیلی ممنون از شما. استاد 11 سال گرفتیم، آخرین سوال باشه. استاد هست؟ بله. سوال بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. دوست رو بگیریم و دیگه بسیار. سلام علیکم، بفرمایین. فقط بینندگان خواهش میکنم که صدای تلویزیون را خاموش کنن یا کم کنن و بعد تماس بگیرن. از کسانی که قصد تماس گرفتن دارن از الان بهشون دارم میگم، چون که صدا دیر میاد و خود به خود تماس هم قطع میشه و فاصله میفته. سلام علیکم، بفرمایین. سلام، خسته نباشین، به شما وصال حق و استاد گرامی. سلامت باشین، بفرمایید. من حمید هستم از استان مورستان، بندر ترکمن. من یه سوال داشتم ازتون. در خدمت شما هستیم. اگر یه فردی مثلا دستش تنگ باشه و به مقداری پول احتیاج داشته باشه و زمین داشته باشه، زمینشو به اون فرد بده و بعد از مدت این فردی که پول گرفته فوت کنه، حکمش چیه؟ و اگه سند و سند مالکیت دست فرزندای مالک باشه، قضیه چیه؟ بله. با تشکر، دست نهان از برنامه خوبتون. خدا سلامت باشین. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. صدای شما داره پخش میشه بیننده عزیز. سلام علیکم، بفرمایین. الو، بفرمایین، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. وصال حق؟ وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ. خوب، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، بفرمایید. معذرت میخوام، من یه سوال شهری داشتم. می‌خواستم ببینم مثلا من که می‌خوام مثلا یه معامله زمین یا ماشین مثلا بکنم، به طریق چک میدم. خب یعنی به فرض مثلا این به نرخ امروز الان این ماشین مثلا این ملکه الان الو بله دخم بفرمایید، ادامه بدین. بله، برفرض مثلا الان به روز یعنی که مثلا 20 تومنه، بعد من به چک میدم مثلا چک یک ماهه مثلا 25 تومن مثلا من میدم، این جایز یا مثلا همون ربا حساب میشه؟ بله،
سوالتون واضحه، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. ممنونم نیستم. سلامت باشه. آخرین تماس بیننده رو بگیریم و به پاسخ ها برسیم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایین. برنامه وصال حق فعال داشتیم. برنامه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. نه. ما درباره همین یک گروه کارای اسلامی همین مسئله داریم که همین لباسی در تویام عروسی میپوشن همون به ما فاته. ببخشین اگه میشه از نو سوالتون تکرار کنیم؟ نه ببخشین سوالتون واضح نیست بیننده عزیز. گفتنی هستم که دخترای عروسای طرفای ما لباس اروپایی میپوشن، همین ما یک گروه خواهرای اسلامی زید هستیم، میگویم حکمش چی باشه همون اونایا وقتی پوشن با توبه کنن استغفار کنن خداوند ان شاء الله که میبخشه و همین کارو نکنن چی حکم دارن؟ بله تشکر میکنیم از شما و یک میان برنامه ای در اینجا با هم میبینیم، دوباره باز خواهیم گرد و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد الله خالص محرصلة أستاجكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. راه نمای راه عزت،
منم آن گل بهار آشنایی زمن تا بند عرش کبریایی منم درمان درد بی نوایان وجودم هر جفا را گشت پایان منم خورشید تابان هدایت منم مهتاب دل در لیل ظلمت منم مهتاب دل در لیل ظلمت منم آرامش هر جان خسته منم رمز و کلید کار بسته منم منجی ز آتش های سوزان درون قبر تو هستم فروزان درون قبر تو هستم فروزان کلام من کلام ذوالجلال است بنوش آبم که آب من زلال است منم قرآن بهار آشنایی نهفته دارم از سر خدایی منم شافی منم شاکی منم نور منم شافی منم شاکی منم نور منم قدرت منم عزت منم شور منم قدرت منم عزت منم شور منم قرآن منم برهان روشن منم قرآن منم برهان روشن منم سلطان منم بستان و گلشن منم سلطان منم بستان و گلشن منم قرآن منم راه سعادت منم قرآن منم راه سعادت منم آن راهنمای راه عزت منم آن گل بهار آشنایی زمن تا بند عرش کبریایی منم درمان درد بی نوایان وجودم هر جفا را گشت پایان منم خورشید تابان هدایت منم مهتاب دل در لیل ظلمت منم مهتاب دل در لیل ظلمت منم آرامش هر جان خسته منم رمز و کلید کار بسته منم منجی ز آتش های سوزان درون قبر تو هستم فروزان درون قبر تو هستم فروزان کلام من کلام ذوالجلال است بنوش آبم که آب من زلال است منم قرآن بهار آشنایی نهفته دارم از سر خدایی منم شافی منم شاکی منم نور منم شافی منم شاکی منم نور منم قدرت منم عزت منم شور منم قدرت منم عزت منم شور منم قرآن منم برهان روشن
منم قرآن منم برهان روشن منم سلطان منم بستان و گلشن منم سلطان منم بستان و گلشن منم قرآن منم راه سعادت منم قرآن منم راه سعادت منم آن راهنمای راه عزت منم آن گل بهار آشنایی ز من تا بند عرش کبریایی ز من تا بند عرش کبریایی عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا، اولین سوال بیننده که از طریق تماس تلفنی بود این بود که گفتن ما نماز خفتن یا عشاء را میخوابیم و دیر بلند میشیم، ساعت دو یا سه شب میخونیم، حکمش چیه؟ در نماز عشاء که نماز آخرین نماز پنجگانه هست در واقع، این حکمش بنابر قول فقهای مذاهب مانند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بسیاری دیگر تا قبل از طلوع فجر صادق هست. قبل از طلوع فجر صادق یعنی زمانی تا زمانی که وقت نماز فجر شروع نشده هنوز وقت نماز عشاء هست. اما اولاترش و بهتر این است که نماز عشاء رو باید در یک سوم اول شب بخوانند، یک سوم اول شب بخوانند، یا اینکه تا نصف شب هم بخوانند هیچ گونه اشکالی رو نداره، سعی بکنند که اینو تأخیر نیندازند تا قبل از فجر. منتها اگر کسی بنابر دلایلی اونگونه که در سوال اومده بود که به خواب افتاده باشه، وقت نماز عشاء بنابر قول دو مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبل از نماز فجر هست، یعنی قبل از طلوع فجر صادق باز هم وقت نماز عشاء هست و تفاوت نمی کنید. به هر صورت هر وقتی که بیدار شدن باید نماز را بخونن، همون چهار رکعت را باید بخونن، این تفاوتی نداره که بگن که نماز قضا هست یا اینکه ادا هست، در هر صورت اینو باید بخونن. منتها وقتی نمازی که تعیین شده اولاترش ثلث اول شب هست و درجه دومش نصف شب هست و اگر احیانا هم اتفاق افتاد کسی خواب افتاد تا قبل از فجر صادق هم وقت نماز عشاء هست و میتونه نماز عشاء رو سر وقت بخونه. بله، سپاسگزارم از شما. و بیننده بعدی پرسیدن در مورد بوسیدن دمپایی مردان، چه محرم یا نامحرم، آیا جایزه؟ بوسیدن کفش مرد در واقع کرامتی برای مرد نیست، احترام برای یک مرد این نیست که همسرش یا محارمش در واقع کفش اون را ببوسن، این نه کرامتی برای مرد هست و برعکسش بلکه یک نوع اهانتی برای زن شمرده می شود. کفش چیزی نیست که انسان اون را ببوسد، پس بنابراین این یک نوع اهانت و بی‌حرمتی به زن تلقی می شود. پس بنابراین چنین مواردی که هیچ گونه منفعت مادی یا دنیوی در واقع ندارند و هیچ کرامت و احترامی هم برای مرد در واقع نیست بلکه اهانتی برای زن هست، از چنین امور باید پرهیز بکنند و از نظر شرعی هم چنین موارد جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که اگر کسی در حالی که روزه هست قطره تو چشمش بکنه، آیا روزهش باطل میشه؟ نه خیر، قطره در چشم کردن این جزء شکننده های روزه نیست و کاملا روزهشون درسته. و پرسیدن که بوزی روی جسم ها نوشته شده الله یک طرف و
محمد هم یه طرف دیگه میگن دواست، این چه صورت؟ اولا در چنین موارد انسان باید توجه بکند، اینها معمولا یعنی اکثریت چنین موارد مواردی هستند برای تبلیغات هستند و برای به عنوان توجیه میکنند یا اینکه به زور میخوان یک چیز رو ثابت بکنند که این گونه نوشته هستی و در واقع شاید چنین چیزی نباشه. و بالفرض اگر چنین چیزی هم باشد، بالفرض اگر چنین چیزی هم باشد، به هیچ عنوان این دوا نیست و به هیچ عنوان این تبرک نیست. اگر نام خدا بر یک جایی، بر درختی، بر زمینی، بر حیوانی نوشته باشد، اگر اون تبرک باشه شما میخواهید از اون تبرک بگیرید، خب کلام الله متعال جلوی پیش شما هست، گفتار الله متعال شما در اختیار دارید، قرآن هست، این تبرک هست، نه اینکه در واقع نام الله متعال که یک جایی بر روی سنگی، بر روی کاغذی، بر روی در و دیواری یک جایی نوشته باشد. پس بنابراین طلب کردن تبرک از چنین مواردی گناه هست و حرام هست از نظر شرعی، چون این چیزی جایز نیست و برکت را انسان باید از جای محل برکت طلب بکنند، از جایی که از نظر شرعی ثابت شده باشد که در چنین چیزی برکتی وجود دارد. به محض این که یک فردی میخواد یک برای خودش کسب درآمدی بکند و دکانی راه اندازی بکند و از این طریق امرار معاش بکند، انسان ها نباید فریب بخورند و اموال خودشون رو، هم دینشون رو و هم ایمان و مال و دنیا خودشون رو در چنین موارد صرف نکنند. اینها در واقع خلاف شرع هست و اگر معتقد باشند که این شفا دهنده هست و رزق دهنده هست و بقیه موارد، این در واقع شرک صریح محسوب میشه. گذارم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که خالکوبی کردم و الان به شدت پشیمانم، آیا نمازم صحت داره و درست میشه نمازم؟ اصل حکم خالکوبی یعنی جایز نیست، انسان نباید خالکوبی بکند. یکی از مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردند همین الواشمه و المستوشمه هست، زنانی که این کار رو در واقع انجام میدهند. منتها یک گناه هست، معصیت هست، وقتی که از یک گناه و معصیت انسان توبه کرده باشه، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، الله متعال هم در واقع انشاءالله مؤاخذش نمی کند در صورتی که این توبه توبه صادقانه باشه. اما این گناه خالکوبی هیچ ربطی به نماز نداره، در هر صورت نمازشون کاملا درست است. در هر صورت نمازشون کاملا درست است، حتی ولو این که ما فرض بکنیم موادی را که گذاشتن و خالکوبی کردن مواد نجیسی باشه. برخی از فقها این تعبیر رو میآورند که این مواد مواد نجیسی است که روی دست گذاشتن و با خالکوبی رفته زیر پوست، ولو این که این نجس باشه، مانند بقیه نجاساتی است که در واقع پوشیده هستند. در هنگام نماز این حکم شرعی است که انسان ظاهر پوست خودش را باید بشورد و وضو بگیرد و غسل بکند. اون چیزی که زیر پوست است اون به هیچ عنوان معیار قرار نمیگیرد. پس بنابراین نماز شما بدون هیچ دغدغه‌ای کاملا درست است و اون خالکوبی هم انجام دادی اگر امکان دارد کنه برطرف بکنید، اونو از بین بردارید و دورش بکنید، و اگر امکان ندارد گناه دیگری بر عهده شما نیست. وقتی که توبه کردید الله متعال توبه پذیر هست و این گناه را از شما میبخشد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از آلمان بودن که صداشون خوب واضح نبود و من اینجوری سوالشون متوجه شدم که گفتن هنگام نماز خواندن وقتی که زن میبینن دچار وسواس میشن، این نماز به چه صورت؟ بله، دیدن نامحرم نگاهی که اتفاقی هست از این الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند و در روایت در این زمینه اومده که نگاه اول مال تو هست اما نگاه دوم علیه تو هست، این نگاهی که بدون اختیار هست و به نامحرم میفته، از این الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند. اما در مورد طریقه دوم، مثال دومی هم حالت دومی هم داشت، حالش گفتن که اصلا نماز نمی خونم و نامره هم میبینم و زن رو نگاه میکنم. این که جای سوالی نداره که کسی که پایبند نماز نیست، حکم شرعیش این است که باید نماز بخونه و از این منکرات و کارهای خلاف شرع مثلا دیدن و نگاه کردن افراد نامحرم باید پرهیز بکنه. در این جون شک و شبهه‌ای وجود نداره. اما من این گونه برداشت کردم، ایشون میگن که من در بیرون وقتی میروند و زنها و دختران رو میبینند، این وسواس در نماز ایشان ایجاد میشه، نمیتونن در هنگام نماز در واقع حضور قلبی رو داشته باشن. اگر منظورش این باشه، باید بیشتر سعی بکنند به اذکار و اورادی که در نماز خونده میشه وضو بگیرند، استغفار بکنند و انشالله با این موارد حضور قلبشون و خشوع و خضوعشون در نماز هم انشالله بیشتر خواهد شد. و اگر هم نشد، بالفرض این که انسانی در هنگام نماز اون وسواس در قلبش باشه، نماز رو باید بخوانند. به بهانه این که من وسواس میشم در هنگام نماز و نمیتونم حضور قلب داشته باشن، این بهانه برای ترک نماز نیست. ولو این که وسواس باشه نماز رو بخوانند، نمازشون کاملا صحیحه و فرضیتش از عهده ایشون ساقط میشه انشالله، و انشالله بهشون ثبات در دین و ایمانش نصیب بکنه. و بیننده بعدی پرسیدن که قسم خوردم که با خواهرم حرف نزنم ولی الان میخوام حرف بزنم، آیا گناهکارم؟
این قسم قسم حرامی هست، یعنی قسمی که انسان قسم بخورد که من فلان کار حرام رو انجام میدهم، یا قسم بخورد که از فلان کار خیر رو من دست میکشم و انجام نمیدهم، قسم بدهد که قسم بخورد که من نماز نمیخونم، قسم بخورد که من صدقه نمیدهم، قسم بخورد که با خواهرم مثلا صحبت نمیکنم. این نوع قسم ها قسم های ناجایز و حرامی هست و شکستن این قسم واجب هست. شکستن چون این قسمی واجب هست، قسمی که مبنی بر انجام یک گناه باشه یا ترک یک طاعت باشه، چون این قسمی رو باید در واقع شکست. و روایتی هست از حضرت علی رضی الله تعالی عنه که امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده و مضمون و تعبیرش این است که اذا حلف احدكم على يمين فرا خيرا فرا غيره خيرا، اگر کسی قسم خورد یک کاری رو انجام ندهد اما غیر اون کار رو بهتر دید، اون کاری رو قسم خورده بود که صحبت نکند اما صحبت کردن رو بهتر دید، فلیکفرها، اون کار رو انجام بدهد و کفاره بدهد. یعنی این بهانه نمیشه از شما چون که قسم خوردید که با خواهرتون صحبت نکنید بازم قهر باشید و در واقع با ایشون صحبت نکنید. هر چند که شما بیشتر صحبت نکنید و این قهریتون ادامه داشته باشه، این گناهش در واقع بیشتر هست. این توجیهی نیست برای این عمل شما که بگید من در واقع قسم خوردم. از نظر شرعی چون این کسی باید اون قسم را بشکنست، ولی ات الذی هو خیر، اون موردی بهتر هست اون انجام بده، قسم را باید شکست چون در چنین موارد و باید کفاره بدهد. این کفارش هم دو مورد هست، یا 10 مسکین رو غذا بدهد، به هر مسکین معادل 1.5 کیلو تقریبا، و یا اینکه به 10 مسکین لباس بدهد یا یک برده را آزاد بکند. در مرحله اول این 3 مورد هستند: غذا دادن 10 مسکین، یک دعوتی بگیره 10 نفر رو دعوت بکنه، یا به 10 مسکین لباس بدهد یا برده را آزاد بکند. اگر این 3 مورد رو نمیتوانست انجام بدهد، به جاش 3 روز روزه بگیرد. اما این که به بهانه اینکه قسم خورده صحبت نکند، این یک گناه دیگر است. قسمش را باید بشکند و کفاره باید بدهد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که کسی که توبه بکند ولی دوباره به گناه بازگرده و توبه را بشکند، این به چه صورت است؟ کسی که توبه میکند، آفرین که توبه کرده، کار خوبی را انجام داده و دستور شرعی را انجام داده که الله تعالی دستور به توبه داده، توبو الى الله جميعا، که همه باید توبه بکنن به طرف الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرمان در من در یک جلسه که نشستم یا در یک روز بیش از 70 بار استغفار و توبه میکنم. پس بنابراین این یک حکم شرعی است که همه باید توبه بکنن. اگر بعد از این که توبه کرد توبه را شکست، همون گونه که توبه را شکسته گناه انجام داده، دوباره توبه بکنه. اگر 1000 بار هم کسی توبه کرد اما نتونست توبهش رو نگه داره و دوچار گناهی شد، باز هم توبه بکنه، هیچ گونه اشکال نداره. بلکه حکم شرعی این است که انسان باید توبه بکنه. به بهانه این که من نمیتوانم بر توبه خودم بیایستم و توبه خودم رو عملی بکنم، این توجیه برای گناه نیست. هرچند که انسان گناهکار باشد، توبه بکند و به وسیله این توبه گناهان گذشته انسان پاک میشوند. اما به این گناه که به این طمع که من نمیتونم توبه ام رو نگه دارم، گناهان پشتری رو انجام بدهد، این گناهان همیشه تلمبار میشوند و جمع میشوند و منجر به سیاهی قلب میشوند، که در اون صورت هیچ گونه موعظه‌ای و هیچ گونه قرآنی بر این قلب انسان تاثیرگذار نخواهد بود و بر قلب انسان مهر زده میشود. پس بنابراین برای هر گناهی باید انسان توبه بکند. این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست به برخی از اصحابشون مانند سیدنا ابوذر رضی الله تعالی عنه که اتبع السیئه الحسنه تمحوها، بعد از هر گناهی یک کار نیکی انجام بده تا اینکه اون گناه در واقع محو بشود. و یکی از کارهای خیر همین توبه هست که انسان باید انجام بده. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که من دچار وسواس میشم و همیشه دچار شک هستم، چیکار باید کنم؟ این وسواس احیانا پیش میاد و یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند که گاهی وقتی در ذهن ما یک چیزایی پیش میاد که ما میخواهیم که کشته بشیم، تکه تکه بشیم، در آتش انداخته بشیم، اما این وسواس در قلب ما نیاید. یعنی وسواس‌های خیلی سنگینی هست، چه بسا در رابطه با الله متعال باشه، در رابطه با ایمان و دیانت و اعتقاد و اسلام باشه، که انسان اگر این حرفا رو بر زبان بیاورد کفر هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا چنین حالتی به شما دست میدهد؟ گفتن آری یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این از محض ایمان هست، این اصل ایمان هست. یعنی این برگرفته از ایمان شما هست که احساس گناه میکنید، احساس وسواس میکنید. پس بنابراین به این خاطر انسان نباید احساس گناه بکند چون این وسواسی در قلبش اومده. اون چیزی که ممنوع هست این است که این وسواس رو نباید بر زبان آورد. وقتی که وسواسی میاد انسان باید استغفار بکند، خصوصا لا حول ولا قوه الا بالله رو، یا
استغفر الله العظیم را اینها را بخوند، تکرار بکند تا اینکه این شبهات و این وسوسه ها در واقع دفع بشند. جزاكم الله خیر. و بیننده بعدی پرسیدن که اگه گدایی بگه بده در راه خدا یا به خاطر خدا بده، آیا کمک بکنید؟ انسان باید سعی بکند کسانی را که محتاج و نیازمند هستند این فرصت را ندهیم که دیگران نیازمندان نیاز به سوال داشته باشند که بیان سوال بکنند از ما. قبل از این که سوال بکنند ما خود ما باید یک چیز را به اختصاص بدیم به فقرا و مساکین و این مجال را و این بستر را فراهم نکنیم که خواهران و برادران خودمان را و خویشاوندان خودمان را و همدینان خودمان را مجبور بکنیم که به مرحله برسند که دست گدایی را در واقع دراز بکنند. هر کسی که نیازمند هست در هر صورتی هست انسان به اون کمک بکند، این در واقع اجر و ثواب دارد. ولی این که به تعبیرشون کدا باشد و شغلش هم این باشد، وقتی که سوال کرده به نام خدا و شما به خاطر الله متعال میدهید، این صدقه تون انشاءالله نزد الله متعال قبول میشه. گناهکارم میشن یا نمیشن؟ اگر موردی رو مطمئن هستند که این فرد در واقع یعنی این سوال کردنش سوال بی جایی هست و میدانند که نیازمند نیست و این یا این که این مال رو صرف حرام میکنه، در این صورت اگر ندن هیچ گونه گناهی بر اونها مترتب نمیشه. بله، جزاکم الله خیر. و سوال بعدی بیننده در مورد ناخن گرفتن بود، گفت که آیا فقط روزهای پنجشنبه یا جمعه بگیریم ناخن ها یا هر روز گرفتن جایزه؟ ناخن یکی از امور فطرت هست و فطری هست. در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم که خمس من الفطره یا عشر من الفطره این مورد آمده که قص و چیدن ناخن در واقع یکی از موارد فطرت هست، منتها برای این وقتی تعیین نیست، هم در روز و هم در شب و در تمام ایام هفته و در تمام ایام ماه این جایز هست و در هیچ زمان این کراهت ندارد، چه در حالت جنابت باشه یا در حالت حیض باشه، در شب باشه، روز باشه، در خانه باشه، در سفر باشه، شب و روزش هیچ گونه تفاوتی رو نداره و کاملا 100% در هر زمانی و در هر مکانی جایز است. جزاکم الله خیر. بیننده از بندر ترکمن پرسیدن که اگر فردی به خاطر تنگی رزق زمینی که داره را در اختیار شخصی قرار بده، سند زمین را و در مقابل از اون شخص پول بگیره، اما شخصی که زمین گرفته، یعنی از زمین را گرفته از اون طرف و بهش پول داده، فوت کرده، الان تکلیف زمین و پول چی میشه؟ الان اگر این زمین را نفروخته، خودش نیازمند بوده، نیاز به مبلغ و وجه نقدی داشته، این زمین را یا سند زمین را گرو گذاشته پیش یک فردی، پس بنابراین این معامله نیست. اگر معامله باشه که یک حکم جداگانه هست، اگر به عنوان گرو باشه که یک حکم جداگانه هست، حکمش این است که این زمین مال خود صاحب زمین هست و اون مبلغی را که قرض گرفته از اون فردی که فعلا زمین را در اختیار دارد، اون مبلغ را به ورثه اون کسی که ازش پول گرفته اون مبلغ را بازگرداند و از نظر شرعی میتواند زمین خودش را دوباره برگرداند و استرداد بکند و در واقع صاحبان اون زمین یا اون وارثان اون میت از نظر شرعی حق ندارند که سند اون رو نگه دارن. وقتی که این معامله نشده، فقط به صورت گرو هست و تا یک مقطع زمانی این رو در اختیار داشتند و این بهانه بوده گروی برای اینکه مالشون به اونها برگردد، وقتی که اون صاحب اصلی زمین مال رو برگردان، زمین رو باید دوباره به صاحبانش به صاحب اصلیش برگردونه، که اونم پول رو برگردونه به بله اون پولی رو که گرفته به عنوان قرض اون رو بازگرداند به ورثه اون میت و سند زمین خودش رو دوباره دریافت میکنه. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی درباره معامله زمین و ماشین به صورت قسطی یا چک دادن گفتن که خب خیلی از معامله نرخ روزش مثلا قیمتش 20 تومنه 20 میلیون تومنه ولی ما چک میدیم قیمت 25 میلیون رو میشه. معامله قسطی در مقابل و به ازای بالا بردن قیمت از نظر شرعی جایز هست. یعنی این که یک کالایی رو شما دو قیمت میکنید، یک قیمت نقد و یک قیمت قسطی یا اینکه نسیتن باشه، جایز هست که یک کالایی مثلا این خودکار قیمت نقدش 100 تومن باشه، قیمت یک ماهش مثلا 200 تومن باشه، هیچ گونه اشکالی رو نداره، منتها شما باید مشخص باشه که بر چه اساسی معامله کردید، این معامله نقدی هست یا اینکه نسیه هست یا قسطی هست. اگر نقدی هست قیمت نقدی باید معیار قرار بگیره و اگر نسیه هست یا قسطی هست اون قیمت قسطی اون رو باید معیار قرار بدید.
این گونه نمی شود که یک ماشینی را یا یک زمینی را شما می فروشید به فرض دیگر و می گویید که اگر تا یک ماه پول آوردی قیمتش فرض کن 10 میلیون هست، اگر تا دو ماه پولش را دادی نمی دانم 20 میلیون هست. این اگر باشه بدون صورت جایز نیست. اما اگر مشخص باشه که این معامله صورت گرفته یک ماه هست یا یک ساله هست و قیمت یک ساله این ماشین فرض بکنیم که 5 میلیون اضافه بر اون قیمت اصلیش هست، در این صورت هیچ گونه اشکالی رو نداره. در صورتی که معامله مشخص باشه که این معامله معامله نقدی هست یا قسطی هست، اینش مشخص باشه. و صورت دوم این که این مازاد پولی که حساب میکنن این محاسبه بر روی باقی مانده پول نباشه. به طور مثال مثلا حساب میکنند که این ماشین قیمت نقدش 20 میلیون هست، طرف مثلا 10 میلیونش داده، 10 میلیون دیگه باقی مونده، الان سود 10 میلیون حساب میکنه و میگه که اینقدر دیگه شما بدهکار هستید. این محاسبه مابقی پول نباشه، فقط یه قیمت کلی باشه، بگه قیمت نقدش اینقدر و قیمت قسطیش در واقع اینقدر. این شرط دوم هست. و شرط سوم این که در صورت تأخیر کردن پرداخت اقساط قیمت اضافه نرود. این وقتی گفتن یک ساله هست 25 میلیون، بعد از یک سال اگر نتونست مثلا وقت بکنی یک سال و 6 ماه شد، اون فروشنده حق نداره که مثلا 30 میلیون بگیره به خاطر اینکه شما 6 ماه دیگه تأخیر کردید. قیمت هم مشخص باشد و نوع معامله هم باید مشخص باشد که چه معامله را انجام گرفتن و در مقابل تأخیر اقساط نباید دیرکرد هم بگیرن. در این شرایط معامله کردن به اصطلاح قسطی در مقابل اضافه گرفتن یا قیمت را بالا بردن اشکال نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. آخرین سوالی که از طریق تماس تلفنی بینندگان پرسیدم هم خواهری از تاجیکستان بود که گفتن دخترها متاسفانه در عروسی ها لباس های مد و اروپایی می پوشن و یک نوع حالت ابتذال در عروسی ها وجود آمده. احساس گله کردم که چه گناهی داره این کار؟ از نظر شرعی انسان مسلمان و زنها همون گونه که الله متعال در قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد خودشون توصیه کردن، باید پوشش اسلامی رو و حجاب اسلامی رو باید کاملا مراعات بکنن و لباسی که زن مسلمان باید بپوشد از نظر شرعی باید ساتر باشد، یعنی پوشنده باشد به صورتی که کل بدن زن را بپوشاند. این گونه نباشد که برخی از قسمت‌های بدن اون بیرون باشند و آشکار و نمایان باشند. و شرط دومش این است که باید زخیم باشد، به گونه شفاف و نازک نباشد که بدن زن در واقع نمایان بشود. و لباس آرایشی نباشد که مخصوص شوهر باشه و یک نوع تزیین باشه که جلب توجه بکند دیگران را در واقع به گناه بکشاند. به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم مائلات و ممیلات نباشد، یا کاسیات و عاریات، یا هم پوشیدند و هم لختند، در واقع لباس پوشیدند و اما به اندازه نازک هست که مثل زنان عاریان هستند. این گونه نباشد و این لباس زینت و لباس شهرتی نباشد. لباس زن مسلمان باید این ویژگی ها را کاملا داشته باشد که جلب توجه نکند و دیگران را دعوت به فساد یا دعوت به چشم چرانی در واقع نکند. اگر کسی چنین این کاری رو بکنند، این در واقع جز مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند. و اضافه بر این اگر عطر و خوشبویی هم استفاده بکنند، این تمام مواردی هست که زنا حساب می شوند. در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که چشمم زنا می کند و بینی و گوش، تمام اینها تمام اعضا زنا می کنند. زنای چشم دیدن نامحرم هست و زنای مثلا گوش سدیدن صداهای حرام هست و زنای بویایی بوییدن بویهای حرام هست. و زنی رو که خوشبوی استفاده بکند و از منزل بیرون برود، این از دیدگاه شرعی حرام هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این زنی رو در واقع زن فاحشه خطاب کردن و گناهکار در واقع میشد. پس بنابراین از چنین موارد باید پرهیز بکنند. اما اگر منظورشون این است که خود عروس لباسی رو میپوشه که یک نوع مدی هست یا لباس مخصوص عروس هست، این که اگر مخصوص برای شوهر هست و برای داماد هست و به صورت در دید نامحرم ظاهر نمیشد، این اشکالی نداره و جایز است. سپاسگزارم از شما و از اتاق فرمان خواهش میکنم که پیام های صوتی بینندگان را دوباره پخش بکنند تا به آنها برسیم. بفرمایید. السلام علیکم. ما شهر دوشنبه همی تلاقت کردم، هزار تلاقت کردم. التماس خواهش میکنم از شما که همی رکو جواب شد به قطع طلاق میشه و یونه. التماس خواهش از شما همی ندارم.
بفرمایید. در مورد طلاق ثلاثه، طلاقی که با یک لفظ گفته میشه که 3 طلاق باشه یا اینکه 70 طلاق باشه یا 1000 بار طلاق دادن باشه، دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و جماعت و مذاهب اربعه من جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که 3 طلاق کاملا واقع می شود. هر تعداد طلاقی رو بدهد، اگر گفت 2 طلاق 2 طلاق هستند، اگر گفت 3 طلاق همون 3 طلاق، اگر بیشتر از 3 طلاق هم بر زبان آورده باشه همون 3 طلاق در واقع واقع می شوند و باقی مانده همشون لغو هستند، زیرا که 3 طلاق بیشتر وجود نداره. بله، جزاکم الله خیر. تماس بعدی بیننده رو پخش کنیم. با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، عزیزه هستم از ایران. من بیماری کلیه دارم، کلیه هم سنگسازه. دکتر گفته باید ماه رمضان روزه نگیری. بعد قضاشم نمیتونم بگیرم. از چند تا از علما هم که سوال کردم بهم گفتن میتونی به جایی که روزه بگیری قضاشو بگیری میتونی کفاره بدی. آیا هم که کفاره بدم کافیه یا باید دوباره روزشم بگیرم؟ چون دکتر بهم گفته روزشو نمیتونی بگیری. تشکر میکنم بیننده به خاطر تماسی که گرفتن و جناب مولانا بفرمایید. در مورد کسانی که نمیتوانند روزه بگیرند و از نظر جسمانی مشکل دارند و بیمار هستند، الله متعال اجازه داده که روزه نگیرند. یعنی کسی که در ماه مبارک رمضان بیمار هست نمیتواند روزه بگیرد، اجازه دارد که ماه مبارک رمضان رو روزه نگیرد و بعد از آن روزه بگیرد. فعدت من ایام اخر، روزهای دیگری رو روزه بگیرد. اما کسی که به صورت کلی توانایی روزه گرفتن رو ندارد، الان این بیننده عزیزمون باید نگاه بکنن اگر خودشون توانایی دارند، اینکه دکتر گفته که نمیتوانی روزه بگیری یا ضرر هست برات، خودشون باید احساس بکنن. اگر میتوانند روزه بگیرن حرف پزشک در اینجا اعتبار نداره. اما اگر عملا حرف درست پزشک و تشخیص ایشون کاملا درست بوده و عملا ایشون نمیتونند روزه بگیرن، حکم شرعیش این است که روزه بر ایشون فرض نیست و به جایش همون فدیه بدهند. کفاره تعبیر خوبی نیست، در اینجا کفاره نیست بلکه فدیه است. در مقابل هر روزی به یک مسکینی باید غذا بدهند معادل 1.5 کیلوی گندم. در مقابل هر روزی که روزه نگرفتن 1.5 کیلو گندم در واقع یا قیمتش را به یکی از فقرا بدن و لازم نیست که دوباره روزه بگیرن. اگر نمیتونند روزه بگیرن، روزه گرفتن لازم نیست، فقط کفایت میکند که همون فدیه رو در واقع پرداخت بکنن، در مقابل هر روزی به یک مسکین غذا بدن. بله، جزاکم الله خیر. تماس صوتی بعدی بیننده رو پخش کنین. سلام، من از تاجیکستان زنگ میزنم. بسیار ممنون، تشکر از برنامه های خوبتان، خیلی ما رو روشن کردید. در فقه حنفی محض جراب درست است یا نه؟ برای بسیار علمای ما رو پرسیدم، جایی دامستم و اکثر مرد و زنان به محض جراب خود رو مخته کرده استدن. امروز گفتیم مفهمی. ممنون، تشکر. تشکر میکنم شما بیننده عزیز و جناب مولانا بفرمایید. در مورد مسح جوراب روایتی صحیح آمده از رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسح خفین یا مسح خود جوراب، لفظ جوراب هم در واقع وارد شده و بالاتفاق این در میان مذاهب اسلامی مسح بر موزه جایز هست. مسح بر موزه یعنی جوراب چرمی بالاتفاق تمام مذاهب جایز هست، هیچ گونه اشکالی رو نداره و این یک مورد اتفاقی هست. و همچنین مسح کردن بر جورابی که زخیم باشد، مسح کردن بر جورابی که زخیم باشد، اینم بالاتفاق در میان تمام مذاهب جایز هست. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک شرطی رو قرار دادند که اینها هم زخیم باشند و هم منعل باشند و گفتند که بتوانید با اونها راه برید، یعنی زخیم باشه، کلفت باشه و زیرش یک لایه‌ای باشه. در این صورت بالاتفاق در مذهب امام ابو حنیفه در واقع مسح کردن بر جوراب جایز هست، که در کتاب العنایه که شرح یکی از کتاب‌های معروف از شرح هدایه هست این مطلب به صورت اتفاقی اومده بیان شده که جوراب‌هایی که هم زخیم باشند و هم منعل باشند، یه زیرش یک لایه‌ای باشه که مانند کفش انسان بتونه از اون استفاده بکنه و با اون راه بره، در این صورت این مسح کردن بر جوراب کاملا جایز هست. و اضافه بر این، تنها جورابی که زخیم باشد،
جورابی که زخیم باشد، ولو این که زیرش یک لایه محکمی رو نداشته باشه، یک جوراب عادی باشه مانند جورابهای زمستانی که معمولا مردم میپوشند. از دیدگاه مذهب امام ابو حنیفه و دو شاگرد امام ابو حنیفه، یعنی امام ابو یوسف و امام محمد رحمت الله علیهما، این مس کردن جایز هست. بر جورابی که زخیم و کلفت باشد مس کردن جایز هست از دیدگاه امام محمد و امام ابو یوسف، دو نفر از شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابتدا این نظر رو داشتند که بر جورابی که زیرش یک لایه محکم نباشه، یعنی زیر پای انسان، مس بر اون جایز نیست. گفته بودند که هم باید منعل باشد و هم سخین باشد یا یعنی کلفت باشد. اما جالب این است که در آخر عمریشون هم از اون فتوای خودشون برگشتند و نظرشون نهایتا این هست که بر جورابی که زخیم باشد و کلفت باشد، مس کردن بر اون کاملا جایز هست. در یکی از کتابهای معروف مذهب امام ابو حنیفه، کتاب بدایع الصنایع که پشت سر بنده هم هست تصویرش، کتاب بدایع الصنایع، یکی از کتابهای مهم و معروف مذهب امام ابو حنیفه هست، علامه کاسانی این کتاب را تألیف کردند. در این کتاب آورده در مورد تغییر نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که ایشون در آخر عمرشون در بیماری که داشتند، در واقع بر جورابای خودشون مس کردند، مس بر جوراب کردند. اون کسانی که همراه ایشان بودند گفتند که فعلت ما کنت امنع الناس منه، من یک کاری رو انجام دادم که خودم قبلا مردم را نهی می‌کردم از آن. بدین معنی هست که نظر ایشون در واقع برگشته بوده در آخر عمر و مس کردن بر جورابی که زخیم باشد اینو در واقع جایز قرار دادند. منتهی جورابی که نازک باشه و شفاف باشه و شیشه‌ای باشه به اصطلاح، اینو فقهای احناف گفتن مس بر اون جایز نیست. منتهی بر جورابی که اگر کاملا پلاستیکی باشه، کاملا پلاستیکی و نایلون باشه، به صورتی که آب از اون عبور نکند، باز هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مس کردن بر چنین جورابی هم کاملا جایز است. پس بنابراین اگر آب را عبور نکنه پلاستیکی باشه هم جایز هست، و اگر سخین یا کلفت و زخیم باشد باز هم در مذهب امام ابو حنیفه جایز است. در مذاهب دیگر این مسئله در واقع راحت تر هست و حکم در واقع جواز رو صادر کردند که ولو این که نازک باشه هم مس بر جوراب جایز است، زیرا که حکمت مس بر جوراب و حکم مس بر موزه همون یکی هست و مردم در زمستان به اون نیاز دارند. جزاکم الله خیر. تماس بعدی بیننده رو پخش کنید. الو، سلام، خسته نباشید. ببخشید من می‌خواستم راجع به مهری صحبت کنم. ببینم که آیا مهری تا چقدر حلال به حرام، و اگر حرام است ببینم برای این زن که مهری براش بریدن حرام یا نه. و یه سؤال دیگر می‌خواستم ببینم در موقع نماز خواندن آیا طلا در اگر زن طلا بندازه حرام یا نه، اون نماز قبول یا نه. خیلی ممنون از برنامه خودتون. پارنس نستنندش. خدا حافظ. بفهمم. در مورد سوال اولشون، در شریعت اسلامی برای مهریه مقدار مشخصی تعیین نشده به عنوان اینکه حتما یا حد اقلش این باشه و حد اکثرش هم مثلا تعیین بکنند که کسی بیشتر از این اجازه نداره که مهریه بگذاره، چون این چیزی در شریعت اسلامی تعیین نشده که ملزم باشیم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم که باید این مقدار را مراعات بکنیم. منتها بنابر مصالحی که در این زمینه وجود دارند، روایاتی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که تشویق و ترغیب کردند که هر چند و در هر درصدی که مهریه زن کمتر باشد و راحتتر باشد اون زندگانی و تشکیل اون خانواده، این زندگی زندگی مبارکتری خواهد بود. به طور مثال از حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه در سنن ابو داود روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند خیر الصداق ایسره، بهترین مهریه اون کسی اون مهریه هست که سبکتر باشه. و مهریه زنان رسول الله صلی الله علیه وسلم و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم یک مهریه متعارف و بسیار کمی در واقع بوده. حتی مهریه یکی از همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم که بیشتر از همه بوده، ام حبیبه رحمت الله علیها و رضی الله تعالی عنها، این که نجاشی داده بود، همون 400 تا در واقع دینار چه درهم بوده که از جانب پادشاه حبشه در واقع پرداخت شده بود. پس بنابراین این تعیین سقفش مشخص نیست در شریعت اسلامی، این به اختیار خود زوجین هست، هر مقداری خودشون تعیین بکنن جایز هست. منتها اون هر چیزی که کمتر باشد بنابر
دستور رسول الله، این موفق تر خواهند بود و خوشبختی بیشتری رو در زندگی خواهند داشت و همون گونه که رسول الله فرمودند خیر و صداق عیسی را، و هر زندگی که تکلف در آن کمتر باشه، مهریه کمتر باشه و زن شوهر اعتماد بیشتری رو داشته باشه به اون زن، این در واقع زندگی بهتری خواهد بود. منتها اگر کسی بخواد مهریه رو بالا ببرند و توافق بکنند از نظر هر دو نفر با هم دیگر هیچ مشکلی رو نداشته باشند و خود مرد هم میخواد که مهریه بالاتری رو بده، از نظر شرعی بازم این اشکال نداره. بنابر تعبیری که در قرآن کریم در سوره نساء اومده که الله متعال میفرماند و آتیتم احداهن قنطارا، اگر به یک قنطار هم داده بودی، یک خروار هم داده بودید، این جایزه و اشکالی نداره. جزاکم الله خیر. و سوال دوم طلا هم که زودتر جواب دادیم و وقت ما تمام شد، خیلی تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.